این جلسه راجع به میخوایم بحث object detection شناسایی تشخیص اشیا داشته باشیم. تشخیص درست داره البته شناسایی recognition معمولا میگیم detection. منتها قبلش برای اینکه آماده بشه ذهن ما یه نوع مسئله‌ای که مربوط هست رو حل می‌کنیم، مسئله کلاسیفیکیشن به همراه لوکالیزیشن. یعنی علاوه بر اینکه می‌خوایم تصویرمون رو دسته‌بندی کنیم، می‌خوایم مکان شیء مورد نظر تو تصویر رو هم پیدا بکنیم که حالا تفاوت این مسئله که امروز می‌بینیم از راجع آبجکت دیتکشن امروز بحثش رو می‌کنیم، حالا یه مقدارش می‌مونه چون الگوریتم‌هاش یه خورده نسبتاً جزئیات زیادی دارن، می‌مونه برای جلسه بعد. اما اصول رو می‌بینیم در حال اینجا تو این جلسه. فرقشون این است که توی مسئله آبجکت دیتکشن چندین شی داریم و از قبل نمی‌دونیم تو تصویرمون. مثلا ممکنه من یه عکس از این کلاس بگیرم 20 تا 30 تا دانشجو هست، 50 تا 20 هست، از قبل نمی‌دونیم. می‌تونه هر چند تا شی توی تصویر وجود داشته باشه. الان مسئله‌ای که حل می‌کنیم، فرضمون این است که تو هر تصویر یک شی وجود داره. حالا اگر بیشتر از یک شی وجود داره اشیاء دیگه یا ما با اونا کاری نداریم، اون شی مورد نظر ما حتماً تو تصویر یه دونه هست. مسئله کلی آبجکت دتکشن هست، می‌تونیم تو تصویر می‌تونیم اشیاء مختلفی داشته باشیم. ما قرار هست که این اشیاء رو هم لوکالایز بکنیم، پیدا کنیم کجای تصویر و مکانش رو با کشیدن یک جعبه باندینگ باکس یا جعبه محاطی بهش میگیم دور اینها مشخص میکنیم و کلاس بندی هم بکنیم. این شیء که اینجا سگ هست، این شیء که اینجا انسان هست و مثلا این شیء که اینجا هست از پس میتونست اشیاء بیشتری باشه متعلق به کلاس های متفاوت، یعنی متعلق به دسته های مختلف و انواع اشیاء. اما این جلسه تمرکز ما روی مسئله دستبندی در راه مکانیابی هست. یعنی فرض کنید تو تصویرمون فقط یک شی وجود داره که علاقمند هستیم اولا کلاس بندیش بکنیم، اون شی به چه کلاسی تعلق داره از بین کلاس های موجود و اینکه اون شی کجای تصویر قرار داره لوکالایز بکنیم، مکانش رو پیدا بکنیم. پس تفاوت این هست که یک شی داریم. یه سری مسائل هم هست دقیقاً به همین مسئله مربوط هست، مثل شناسایی نقاط کلیدی توی تصویر که خود این کاربردهای زیادی داره. حالا یکی دو تا عکس هم نشون میدم که مثلا میخوایم از روی تصویر چهره تشخیص بدیم این چه احساسات این شخص چیه، آیا مثلا خوشحال، ناراحت، بی تفاوت یا هر چیز دیگه. یا توی تشخیص وضعیت قرارگیری پوز استیمیشن میخوایم ببینیم مثلا یه بازیکن فوتبال، فرض کنیم میخوایم بازی فوتبال رو تحلیل کنیم تو چه وضعیتی قرار گرفته، اسکلت بدنش رو در واقع تشخیص بدیم، از روی اسکلت بدن هم بتونیم تشخیص بدیم تو چه وضعیتی. باز این رو با عکس توضیح بدم، یعنی کاربردهای مختلفی داره این مسئله. شما این مسئله رو بتونید حل کنید، انواع اینجور مسائل رو هم با همین الگوریتمی که امروز میبینیم و پیاسازی میکنیم میتونید حل بکنید، عین همدیگه هستش. اما بعد از این میریم سراغ مسئله کلی‌تری که حالا آبجکت دتکشن هست، میتونه هر چند تا شی توی تصویر وجود داشته باشه و این کار رو سخت میکنه. در نهایت یکی از الگوریتم‌های روز رو که در واقع برای آبجکت دتکشن الان استفاده میشه الگوریتم یورو. الگوریتم‌های دیگه‌ای هم هست، مثلا SSD هم هست، سینگل شات دتکشن، ولی به هر حال ما نمیتونیم همه اینها رو بررسی کنیم. ایده‌های مشترک زیادی توی این الگوریتم‌ها هست که با هم دیگه به کار رفته. خب فقط برای به عنوان یک دمو این فیلمی است که من قبلا توی یوتیوب گذاشته بودم. نتیجه اجرای الگوریتم یولو هست روی یک فیلمی که از خیابونای تهران گرفته شده. علاوه بر اینکه اشیا رو تشخیص میدیم، در واقع میبینیم که کنار هر کدوم دسته اون شی با هم هست و بعد اینکه چقدر مطمئنیم این شی واقعا اون شی شناسایی شده. مثلا 78 یعنی 78%. اینجا مثلا انواع اقسام خودرو، حتی آدمی که تو خودرو هست و در واقع حتی شکل بطری که روی دیواره اتوبوس هم بود، آدمی که روی این هست، تشخیص چراغ‌ها، تشخیص تابلوها، تشخیص انواع وسایل نقلیه، تشخیص موانعی که تو خیابون ممکنه وجود داشته باشه، از زاویه‌های مختلف بتونیم این کار رو بکنیم. این در واقع الگوریتم یورو هست. الگوریتم نسبتاً پیچیده‌ای هست، یعنی تا اینجا شما نسبتاً الگوریتمی که دیدین بنابراین ما نمی‌رسیم تمام جمع. من ایده هاش رو میگم و بعد یک نسخه خاصش رو پیاده‌سازی شده به شما توضیح میدم، قسمت‌های اصلی رو که شما بتونید از این استفاده کنید، ولی باید واقعا خودتون مطالعه بکنید و بعد بتونید تو مسائل دیگه استفاده بکنید ازش. خب جان چیش؟ فکر میکنم هفته هم گذاشتیم اون NMS رو اگر میگیم، چون دو تا ترشورد داریم، یکی آی او برای آی او یو هست
یکی برای NMS هست. حالا اینا رو باید جلوتر ببینیم. فکر میکنم اون موقع تو تنظیماتش هفته همون من گذاشته بودم. خب چون اگر نگاه کنید هیچ کدوم از این باکس ها احتمالشون کمتر از هفته هم نیست. حالا اینا چون دوستان دیگه شاید آشنا نباشن، توی انواع اقسام شرایط از زاویه‌های مختلف میتونیم از این استفاده کنیم. کاملش توی یوتیوب هست و میتونید اینو ببینید. ببینید چجوری این کار رو انجام میدید. این مثلا دستم دو تصویر رو می‌خوام، این خودرو یا مثلا موتورسیکلت یک شکل تصویر بده. اینجا می‌خوام علاوه بر اینکه تشخیص بدیم این خودرو هست، مکانش رو هم پیدا کنیم که این کار رو از طریق یک بالدین باکس انجام این مسئله که امروز می‌خوام بررسی کنیم. و اینا مسئله شناسایی اشیاست که ممکنه چند تا شی داشته باشه. مثلا تک تک این اشیاء رو کلاس بندی بکنیم و مکانشون رو پیدا کنیم. این خودرو و 90% مطمئنیم اینم خودروه. و حالا اینجا هر دو شی از یک نوع میتونه از کلاس های مختلف باشه، همونطور که توی فیلم ها دیدیم. ما در مورد مسئله اول صحبت کردیم، تا اینجا دو حالت خاص رو هم صحبت کردیم و الان میخوام راجع به این و این جلسه و جلسه بعدی راجع به مسئله کلی‌تر شناسایی اشیاء صحبت کنیم. پس یک شی در تصویر داریم، هدف اون این هست که علاوه بر اینکه این شی رو دسته‌بندی کنیم، تا حالا فقط این تصویر رو میدادیم، میگفتیم این تصویر گربه است مثلا یا تصویر سگ یا هر چیزی. الان میخوام علاوه بر اینکه تشخیص میدیم این تصویر به چه کلاسی تعلق داره، یک باندینگ باکس یا مشخص بکنیم تا حد امکان دقیق بتونه مکان این شی رو توی تصویر مشخص بکنه. برای اینکه بعداً تشخیص بدیم آیا این باندینگ باکسی که ما رسیدیم، چون دقیقاً ممکنه خوب ترین نشه، باندینگ باکسی که ما به دست میاریم ممکنه لزوماً روی این نگفته، یه ذره مثلا جابجا بشه، چقدر این خوب هست یا بد هست، معیاری وجود داره تو تمام الگوریتم‌های آبجکت دتکشن به نام IOU intersection over union، معیار ساده‌ای هست که راجعش جلوتر باز توضیح میدم. از طریق این معیار می‌تونیم بفهمیم چقدر اون آبجکت دتکشنمون خوب انجام شده، یعنی اون جعبه ماتی که من به دست آوردم فرض کنید مثلا یه همچین جعبه چقدر خوبه، چقدر نزدیکه به این جعبه معادی که بهش میگیم ground truth، یعنی اینو تو خود دیتا ست مشخص کردیم. اینو توی مجموعه آموزشی گفتیم اگر این تصویر رو دادی این گربه است و جعبه معادی هم که به دست میاری باید این شکل باشه. خب ما میتونیم مثلا فعلا مسئله کلاسیفیکیشن رو بذاریم کنار، مسئله مکانیابی رو در نظر بگیریم. میخوام این جعبه رو رسم بکنم. خب یه جعبه رو چجوری میتونم مشخص بکنم؟ به چند روش مختلف. مثلا یه روش این هست، نقاطش رو، نقاط این جعبه رو ببینیم. من میتونم مثلا مختصات این رسم، یه مختص یه x1 داره یه y1 و مختصات این رسم x2 و y2 میشه 4 تا عدد. این 4 تا عدد رو میتونم برسونم. منتها این عددها فرض کنید ما تصویرمون مختصاتش به شکلی هست که اینجا مثلا 0 و 0، اینجا 1 و 1، یعنی تمام نقاط توی تصویر مختصاتشون بین 0 و 1 هست. پس دارم یه سری عدد بین 0 و 1، 4 تا عدد. حالا یه جای دیگه ممکنه شما مختصات نقطه وسط رو بخواید تخمین بزنید. به روش‌های مختلف میشه باندینگ باکس رو مشخص کرد و مثلا طول و عرض این جعبه معادی. هر کدوم از اینا رو داشته باشید به همدیگه باید تبدیل بشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. دوباره مختصات نقطه وسط میشه یه x و y، یه عدد بین 0 و 1 هر کدوم، و پهنا و ارتفاع و یا درازای این هم دوباره میشه یه عدد بین 0 و 1، یعنی 4 تا عدد بین 0 و 1 رو میخوام. و این اعداد اعداد پیوسته هستن، یعنی دیگه مثلا اون مسئله کلاس بندی نیست، مسئله رگرسیونه. تو گفت رگرسیون گفتیم خروجیمون دیگه یک کمیت پیوسته است. اعداد بین 0 تا 1 فی نمایند عدد میتونیم داشته باشیم. دو جور مسئله سوپروایز داریم، کلاس بندی که توش خروجی هامون یه تعداد محدود و مشخصه، مثلا دو تا کلاس داریم 3 تا یا 10 تا یا 100 تا. توی رگرسیون خروجون پیوسته است، مثلا میخوایم دما رو پیش بینی کنیم، میخوایم قیمت ارز رو پیش بینی کنیم، اینجا میخوایم مختصات این نقطه ها رو مثلا پیش بینی کنیم، حالا دو تاش کافیه. پس اون x و y ها اعداد بین 0 و 1، اعداد پیوسته است، مثلا اون میشه از یه مسئله رگرسیون و میتونیم اینو به این شکل حل بکنیم. ایده کلی این هست که تصویر رو میدیم به یک شبکه کانولوشنال و ویژگی های تصویر رو از این شبکه کانولوشنال استفاده کنیم. تا حالا دیدیم که ما همیشه معمولا از شبکه‌های کانولوشنال به عنوان فیچر اکستراکتور استفاده می‌کردیم، حالا برای کاربردهای مختلف. نقشش این هست که ویژگی‌های مهمی که توی این تصویر رو داریم برای ما استخراج می‌کنه. پس یه سری ویژگی به ما میده. حالا چند تا ویژگی چجوریه؟ بستگی داره چه شبکه‌ای کانولوشنال استفاده کنیم. مثلا اگر ویژگی رو استفاده کنیم، خانواده ویژگی 4096 تا به ما عدد میده. اگر مثلا رزنت رو استفاده کنیم 512 تا ویژگی با میده. این دیگه بستگی داره کدوم شبکه کانولوشنال رو استفاده کنیم. پس من یه تعداد یه بردار ویژگی دریافت میکنم. این بردار ویژگی که دریافت میکنم از شبکه کانولوشن در واقع بازنمایی تصویر تو کامپیوتر من هست. برای کامپیوتر این تصویر با این ویژگی ها قابل نمایش هست.
حالا از روی اونها، از روی اون ویژگی‌هایی که استخراج کردن، من میخوام 4 تا عدد رو دست بیارم. یعنی اون برداره رو فرض کنید رزنت استفاده کنید. 512 عدد، از اون 512 عددی که اینجا دست آوردم، میخوام 4 تا عدد دست بیارم بین 0 و 1. که این 4 تا عدد مشخص کننده اون جعبه محاطی هستن. مثلا دو تا عدد اول x و y هست. x و y و عدد دوم و عدد سوم و چهارم پهنا و ارتفاع اون جعبه. پهناش و حالا اینجا من نرمالایز نکردم، اینا بین 0 و 1 نیست، ولی ایده همین هست. پس یه مسئله ریگرسیون کاملا معمولی هست. خب پس من میدم به شبکه کانولوشن یه پیش بینی، یعنی 4 تا عدد حقیقی دریافت می‌کنم به عنوان فروش. فرض کنید این چیزایی که پیش بینی کردم بیانگر یه همچین جعبه‌ای باشه. از طرفی مسئله سوپروایز، یعنی من میدونستم که این عکس اگه به عنوان ورودی داشت جعبه محاطی دقیقاً کجاست، اینو تو مجموعه آموزشی خودمون مشخص کردم. این جعبه‌ای که واقعا باید به دست می‌آوردیم، این چیزی که شبکه ما پیش بینی کرده، خطا وجود داره. حالا از طریق محاسبه این خطا یه لاس فانکشن تعریف می‌کنیم و دوباره با الگوریتمایی که مثلا بک پروپاگیشن آشنا هستیم، مشتق تابع خطا رو نسبت به پارامترهای این شبکه محاسبه می‌کنیم و وزنای شبکه رو به روزرسانی می‌کنیم، طوری که دفعه بعد اگه همین عکس رو بدیم، این جعبه‌ای که قرمز رنگ پیش بینی می‌کنه به این جعبه نزدیک‌تر باشه، تا اینکه اینقدر ترنگ بکنیم. اگر همه چی خوب باشه، خوب ترنگ بکنیم شبکه رو، داده ورزی کافی داشته باشیم، نرخ یادگیری رو درست تنظیم کنیم، همه چی خوب باشه، در نهایت خطا به صفر رسه، یعنی دقیقاً این ایداله. این جعبه قرمز رنگی که ما پیش می‌کنیم دقیقاً بیفته روی این جعبه سبز رنگی که گراند تروس هست، یعنی به ما داده شده. خب حالا خطا رو چجوری حساب می‌کنیم؟ پس من 4 تا عدد به عنوان فرجی تولید کردم از روی فیچرهایی که اینجا یه لایه شبکه یک لایه در نظر بگیرید که اون 512 تا عدد رو تبدیل می‌کنه به 4 تا عدد. خب این 4 تا رو با اون واقعی مقایسه می‌کنم. این چیزیه که تو مجموعه آموزشی رد شده. گفته این تصویر مشخصات باندینگ باکسش اینه. یعنی ایکسش باید 80 باشه، وایش باید 20، این نقطه 80 20 نسبت به اینجا در نظر بگیرید. و 240 در 240، یه مربع 240 پیکسل در 240 پیکسل. خب من میتونم ببینم تو ایکس چقدر خطا دارم. 80 منهای 60 میشه خطا تو ایکس. همینطور 20 منهای 25 اندازه اش میمونیم میشه 5 خورده ای خطا اینجاست. 240 منهای این دوباره 5 خورده ای، 240 منهای این مثلا دوباره 14 خورده ای، 15 خورده ای. خطا ها رو به دست میارم، هر مؤلفه با مؤلفه متناظر میشه، به توان دو میرسونم با من جمع کنم. به این میگیم مجموع مربعات خطا. توی رگرسیون یکی از توابع هزینه‌ای که همیشه استفاده میکنیم همین توابع مجموع مربعات خطا. پس اینجا میتونیم دقیقا خطا رو حساب کنیم. حالا هرچی خطا به سمت صفر نزدیک بشه، یعنی این عدد به این نزدیک بوده، این به این نزدیک بوده، این به این، و اگر صفر بشه خطا، یعنی دقیقا اون چیزی که ما پیش بینی کردیم با اون چیزی که باید میبوده روی هم افتاده. حالا این برای یه تصویر، ما تو مجموعه آموزشیمون تصاویر مختلف داریم که ترین میکنیم تو ایپوک‌های مختلف تا در نهایت بتونیم این خطا رو تا حد ممکن کم کنیم. حالا ممکنه خطا رو به صفر نرسونیم، ولی میتونه خطا خیلی کم بشه و این چیزی که ما به دست میاریم خیلی نزدیک باشه به اون جعبه، و بعد میتونیم حالا این شبکه که یاد گرفتیم رو رو تصاویر جدید اعمال بکنیم. یعنی تو تصاویر جدید بگردید، مثلا اگه آبجکتی جزء کلاس مورد نظر ما وجود داره پیداش بکنیم، هم دسته‌بندیش بکنیم و هم مکانش رو تشخیص بدیم. پس کار سختی نیست. میتونیم از روی این خروجی ها با مقایسه این خروجی پیش بینی ماست، این چیزی که واقعا باید باشه، اختلاف مجموع مربعات خطا رو حساب می‌کنیم با مینیمایز کردن این شتاب لاس ما، با مینیمایز کردن این مجموع مربعات خطا، یعنی مشتق این تابع رو نسبت به پارامترهای این شبکه CNN به دست میاریم، آپدیتشون میکنیم با همون الگوریتم گرادیان کاهشی. خب پس به این شکل شد. این دفعه تصویرم نرمال شده است. این یه تصویر هست، اینجا مبدا هست و اینجا هم 1 و 1 هست. پس تمام نقاط مختصاصشون بین 0 و 1 هست. اینو میدم به یک شبکه کامپیوتر، مثلا اینجا یک شبکه VGG هست، مهم نیست شبکه ایشون. در نهایت شبکه کامپیوترشن تو آخرین لایه کامپیوترشن یه سری فیچر به من میده. من بعد این شبکه کامپیوترشن خودش یه سری لایه فیزیکال کانکتد داره، من اونا رو میندازم با اونا هیچ کاری ندارم، فقط لایه‌های کامپیوترشن رو میخوام که برای من ویژگی‌ها رو از توی تصویر استخراج بکنه. پس اینو میدم به شبکه کامپیوترشن. شبکه کامپیوترشن من یه سری لایه فیزیکال کانکتد داشته، من اونا رو انداختم دور. این یه تعداد ویژگی همیناست که فلتش فقط کردیم، آخرین لایه کامپیوترشن رو فلت کردیم، شده یه تعداد ویژگی. این هم ویژگی هایی هست که از تصویر استخراج کردیم. حالا میتونه 512 باشه. حالا برای اینکه مسئله دسته‌بندی و مکان‌یابی رو حل کنیم دو تا کار انجام میدیم. تا اینجا ما فقط کلاس بندی میکردیم، یعنی از روی این ویژگی ها یه سری امتیاز برای کلاس ها حساب میکردیم. فرض کنید مثلا سه تا کلاس داشتیم،
خودرو، رهگذر، مثلا موتورسیکلت. اینجا از روی اینها سه تا عدد حساب کرد، امتیاز اون سه تا کلاس. بعد نگاه کنید کدوم کلاس امتیازش ماکسیمومه، میگفتیم این تصویر به اون کلاس تعلق داره. این تا اینجا این کارو کرد. اما الان میتونیم به اینا میگن هد. این یه هده که داری باش احتمال کلاس ها حساب کنیم یا امتیاز کلاس ها. پس سی یک امتیاز کلاس اول، سی دو امتیاز کلاس دوم، سی کا امتیاز کلاس کا. تا حالا همین بوده. فقط من اینو اینجا می‌نوشتم. میگفتن از روی این 512 تا 8 تا عدد حساب کن. چرا 8 تاشون 8 تا کلاس داره؟ تو سی فارتن 10 تا کلاس داشتیم، 10 تا عدد حساب کن. و بعد نگاه کنیم کدوم ماکسیمومه. موقع تست، موقعی که می‌خواستیم یه داده جدید بشه. اما علاوه بر این، الان ما می‌خوایم علاوه بر دسته‌بندی، اینو ما کلاسیفیکیشن می‌کنیم اون قسمت. می‌خوایم مکان‌یابی هم انجام بدیم. یعنی می‌خوایم مختصات اون کورنرهای این جعبه مواتی رو به دست بیاریم. حالا جعبه مواتی رو گفتم به شکل‌های مختلف میشه ریپرزنت کرد، میشه دمونش داد. پس علاوه بر اینها ما یه تعداد خروجی دیگه هم لازم داریم. 4 تا خروجی دیگه هم لازم داریم که اینا عدد صفر بین صفر عدد پیوسته. بی ایکس و بی وای، این بی منظور باندینگ باکسه. ایکس و وای این نقطه مثلا ابتداش، اگه باندینگ باکس رو ببینیم مثلا این نقطه یا این نقطه فرق نمی‌کنه، یا نقطه وسطش اینجا نقطه وسطه. ایکس و وایش و بعد این دوتا ارتفاع و پهناش. پس فقط یه قسمت جدید اضافه کردیم به شرکت. این تا اینجا این چیزی که همیشه تا حالا استفاده کردیم برای کلاس بندی تصویر. الان علاوه بر این خروجی ها، علاوه بر این هد، یه هد دیگه هم برای رگرسیون اضافه میکنیم. 4 تا عدد به ما میده و این دو تا مسئله رو با هم حل میکنیم. یعنی همزمان هر دو تا مسئله رو حل میکنیم. یعنی اینجوری نیست اول یه شبکه ترن میکنی که برای ما کلاس بندی بکنه، بعد یه شبکه رو جداگونه ترن کنی که برای ما بتونه جعبه مواتی رو. اینا رو همزمان داریم ترن میکنیم. یعنی دو تا مسئله رو داریم همزمان با هم دیگه حل میکنیم. و این کار الان توی معماری های جدیدی که تو دیپ لرنینگ ارائه میشه معماری کار متداول هست. بعدا میبینید که به این میتونید چیزهای دیگه هم هدایای دیگه هم اضافه کنیم برای کارهای دیگه. مثلا توی ماسک RCNN علاوه بر این دو تا یه هد دیگه هم اضافه کردن، یعنی یه سری خروجی دیگه هم میگیرن اینجا که همون ماسکا هست. یعنی دقیقاً ماسک با باندینگ باکس فرقش اینه. باندینگ باکس به صورت تقریبی مکان این چیزو میگه، ولی تو سگمنتیشن ما دقیقاً میخوایم پیکسل های ما رو به خودرو رو تشخیص بدیم کدوم پیکسل هست. پس نگاه کنید، من یه منحنی دور این خودرو میکشم، اون میشه ماسک. اون منحنی که کشیدم باندینگ باکس یه جعبه است مستطیله دقیق نیست، ولی با سگمنتیشن دقیقاً من میتونم تک پیکسل های خودرو رو از دقیقه پیکسل های تصویر تشخیص بدم. پس یه خروجی دیگه اینجا داره که ماسک رو تولید میکنه. یعنی میتونیم هی کارهای اضافه انجام بدیم با اضافه کردن این خروجه. پس پیاده سازیش هم نباید خیلی کار سختی باشه، یک چند تا تغییر باید توی همون شبکه‌ای که تا حالا دیدیم انجام بدیم که حالا می‌خوایم راجع به پیاده سازی صحبت بکنیم. بله، کلاس بندی رو کل تصویر و علاوه بر اینکه کلاس بندی می‌کنیم کل تصویر رو، داریم باندینگ باکس رو هم حساب می‌کنیم. یعنی همون مسئله کلاس بندی که تا حالا داشتیم، منتش 4 تا عدد هم به عنوان خروجی تولید می‌کنیم. نه اینکه اول باندینگ باکس رو پیدا کنیم بعد این قسمت رو کلاس بندی کنیم. ما کل تصویر رو داریم کلاس بندی می‌کنیم. آیا تصویر خودرو یا تصویر خودرو نیست یا هر چیز دیگه است. خب بریم ببینیم که چجوری می‌تونیم این رو پیاده سازی بکنیم با همون چیزایی که بلد هستیم. من برای اینکه یه مسئله حل بکنیم توی این موزه، چون بالاخره ما داده نیاز داشتیم برای اینکه اجرا بکنیم، من یکی از مسابقات کگل رو که پارسال برگزار شد انتخاب کردم داده‌هاشو. یه قایق در واقع ماهیگیری هست، اینا ماهی میگیرن، ماهیایی که میگیرن انواع اقسام ماهیای تون هست و ماهیای تون میدونید ماهیای بسیار بسیار گرون‌قیمته و چند نوع داره. حالا اینا که قایق‌های ماهیگیری خیلی قایق‌های پیشرفته‌ای هم هستن، نه فقط اینا، کلا یه سری دوربین ها جاهای مختلف هست و همینطور که دارن سرگاه دا ماهی میدن، کار معمولیش انجام میدن، دارن از این ماهی ها عکس گرفته میشه. میخوایم با این عکس هایی که از دوربین های مختلف از زاویه مختلف به دست میاریم، فرض کنیم که فعلا یک آبجکت وجود داره با شما، یک آبجکت فعلا وجود داره توی تصویر. میخوایم علاوه بر اینکه نوع ماهی رو تشخیص بدیم که توی این مسئله 6 نوع ماهی داریم، 6 نوع ماهی مختلف هست، یه دسته در نظر میگیریم که جز این 6 نوع نیست. یعنی هر ماهی چون دریاست دیگه، با طوری که میانی میتونه هر نوع ماهی باشه. پس یه دسته هفتم هم در نظر میگیریم، هر ماهی دیگری جز این 6 تا، و یه دسته دیگه هم در نظر میگیریم که اصلا تو تصویر اون هیچ ماهی نیست، یعنی 8 تا کلاس. پس 6 تا کلاس خود 6 نوع ماهی، یه کلاس ماهی تو تصویر هست ولی جز اون 6 تا کلاس نیست، تمام ماهی‌های دیگر میذاریم تو یه دسته. پس این 6 نوع خاص تو 6 تا دسته، تمام ماهی های دیگه تو یک دسته،
ولی ممکنه یه سری تصاویر هم بگیم توش هیچ ماهی نباشه، اینا رو میخوایم تشخیص بدیم که اصلا توی تصویر ماهی نیست. حالا چی رو بگردیم پیدا کنیم اگر ماهی نیست؟ پس یه دسته هشتم هم داریم که اصلا نوفیش بهش میگیم، هیچ ماهی وجود نداره. 150,000 دلار هم جایزه این مسابقه بود. بالاخره میبینید که این میتونه اهمیت این مسئله رو نشون بده. پس میبینید که عکس‌ها از زاویه‌های مختلف و مکان‌های مختلف هست. مثلا یه عکس از این زاویه است، از هر ماهی عکس داریم ما، ولی این عکس‌ها با هم از یه دوربین گرفته نشده، یعنی از دوربین‌های مختلفی که توی قایق هست و می‌خوام همزمان هم تشخیص بدیم چه نوع ماهی این کدوم رو از اون 6 نوع ماهی یا اصلا تو این عکس ممکن ماهی نیست، یا یعنی اینکه این یکی از ماهی‌هایی است از ماهی هفتم که جزو 6 ماهی است، و اینکه دقیقاً این ماهی توی عکس کجاست. همون مسئله کلاس بندی و لوکالیزیشن رو می‌خوام انجام بدیم. پس می‌خوام گونه ماهی رو تشخیص بدیم. فرض این است که 6 گونه داریم که این 6 تا رو اینجا می‌بینیم، این 6 تا گونه رو، و یک دسته هم در نظر میگیریم other، ماهی های دیگه غیر از این، یک دسته هم در نظر میگیریم NOF، no fish، اصلا تو تصویر اون هیچ ماهی نیست. این هم میشه دسته. پس 8 تا کلاس داریم و میخوایم این کلاس ها رو تشخیص بدیم. خب طبق معمول کتابخونه‌ای که نازنین، کتابخونه خاص جدیدی اینجا نیست، همون کتابخونه‌ای که همیشه. یه شبکه کانولوشنال می‌خوام استفاده کنم، فقط بهش یه قسمت رگرسیون می‌دم برای به دست آوردن اون 4 تا عدد که مربوط به جعبه مواتی است اضافه می‌کنم. پس اینجا هیچ چیز جدیدی نداره. یه چند تا تابه دارم، این تابه گت مدل رو جلسه قبل دیدیم. مثلا میگم رزنت 34 رو برام بده، میره در واقع اینو برام ایجاد می‌کنه این شبکه رو. بعد اگر این پارامتر بیلتر اینطور باشه، با وضعهایی که از پیش روی ایمیج نت آموزش داده مقدار دهی میکنه وضعهاشو، و در نهایت اون مدل رو برای من برمیگردونه. اگر این فالس باشه با وضعهای تصادفی این رو برمیگردونه. اینکه چجوری ما باندینگ باکس ها رو تو مجموع آموزش رو مشخص میکنیم، روش های مختلفی از تو دیتا ست مختلف که حالا من برای این دیتا ست توضیح میدم. این فایلی که اینجا هست، این تابه که اینجا هست، میره همون مختصات ها رو میخونه. از توی فرض کنید یه سری فایل داریم، اینکه توی این تصویر کجا هست اون باندینگ باکس، اون 4 تا عدد تو مجموع توی فایل های ذخیره شده، این تابه میره از اون فایل ها این مختصات ها رو میخونه. یعنی خیلی چیز پیچیده نیست، من جزئیات این تابه رو کاری ندارم. یه تابه داریم برای اینکه باندینگ باکس رو فرمتش عرض کنیم، چون توی مجموع آموزشی فرمتی که من داده شده این هست، الان جلوتر میبینید نمونهشو. اولین عدد W هست، دومی H هست، W پهنای باندینگ باکس، این W تو مجموع آموزشی اینجوری مشخص کردم، این H، عدد بعدی X و Y این نقطه هست، X و Y. حالا من تو برنامه اینو تبدیل میکنم به این فرمت، یعنی مثلا این دوتا نقطه رو بخونم، پس R1 و C1 مختصات این نقطه، R شماره سطرش، C شماره ستونش، و این نقطه R2 و C2. پس اگر این تصویر اون باشه، این نقطه مختصاتش میشه R1 و C1 و اینم R2 و C2. همین، فقط اون مختصاتی که تو مجموع آموزش داده رو تبدیل میکنم به همچین مختصاتی R2 و C2. چرا این کارو میکنم؟ دلیل داره. یعنی میتونستم این کارو نکنم. دلیلش این است که میخوام این برنامه که میگیم قابل تعیین باشه. شما توی اون چند تا مسئله دیگه هم میگفتیم، مثلا تشخیص نقاط کلیدی تو تصویر. حالا مثال میزنم. و بذارم همین الان نشون بدم که منظورم چی هست. اینجا مسئله که میبینید تصویر صورت هست. من میخوام یه سری نقطه خاص رو توی صورت پیدا بکنم. اون نقاط سفید رنگی که تو تصویر. بعد اینکه این نقاط رو پیدا کردم، پس اینو میذارم تصویر شبکه از زمین. یه جای 4 تا نقطه داره، من مثلا 16 تا نقطه میده، 20 تا نقطه میده. ما 4 تا نقطه می‌خواستیم یا 2 تا نقطه می‌خواستیم، اینجا 20 تا نقطه می‌خوام. هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا که این نقطه‌ها رو به دست آوردم، از روی این نقطه‌ها، این نقطه‌ها نقطه‌های خاصی هستند. یکی اینکه دور صورت رو مشخص می‌کنن، حالت چشم‌ها روی بینی و بعد حالت دهن رو. از روی این نقطه‌ها می‌خوام تشخیص بدیم آیا این شخص مثلا داره می‌خنده، شاد، ناراحت، مثلا داره گریه می‌کنه یا هر کاری دیگه. ببین می‌گیم تشخیص احساسات از روی حالت چهره. پس دقیقاً این مسئله رو شما با همین می‌تونید حل بکنید. اینجا دیگه باندینگ باکس نداری، فقط یه سری نقطه داری. من این مسئله رو چجوری دارم حل می‌کنم؟ می‌خوام دو تا نقطه تو تصویر بزنم. حالا ما داریم اینجا دو تا نقطه حساب می‌کنیم، توی تصویر مثلا 20 تا نقطه حساب کنیم. یا مثلا یه مسئله دیگه که می‌تونیم با همین الگوریتم حل کنیم، اول گفتم مسئله پوز استیمیشن هست. مثلا از روی تصویر، تصویر یه آدم رو در نظر بگیرید، ما اسکلت بدن اون آدم رو تشخیص میدیم. مثلا اینجا نگاه کنید، این خطوطی که کشیده، بعد از روی این اسکلت تو ببینید وایساده، نشسته، خوابیده، خورده، زمین داره میدوه یا هر کار دیگه‌ای.
خب چجوری میتونم این اسکلت رو تشخیص بدم؟ فقط کافیه یه سری نقطه رو مشخص کنم توی تصویر. یه نقطه روی سر هست، یه نقطه روی گردن هست، دو تا نقطه روی شونه ها هست، این نقطه ها روی کمر هست و نقطه هایی که مربوط به پا هست. پس برای هر تصویر کافی مثلا 10-15 تا نقطه رو رسم. این هم همینطور. می‌بینید که نقطه سر، نقطه مربوط به گردن، نقطه روی شونه، یه سری نقاط خاص رو تصویر مشخص می‌کنه. اگه این نقاط رو دست بیارم و به هم وصل کنم، از روی شکل این به اسکلتی که به دست میاد میتونم بفهمم اون شخص داره میشوه، نشسته، خوابیده یا داره چیکار کنه. پس دوباره همینه، تصویر رو میدم، مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 تا نقطه با من بود. اینجا دو تا نقطه بود، اینجا 16 تا. پس تنها کاری که میکنم به جای اینکه 4 تا عدد داشته باشم، چون هر نقطه دو تا عدد لازم داره، یه x یه y، 16 تا دو تا، یعنی 32 تا خروجی میگیرم از شبکه و این مسئله رو حل کنم. پس مسائل مختلفی هست که میتونیم با این هم. این که من چرا اینجوری پیاده‌سازی کردم، میتونستم از اون همون h و y به دست بیارم، یعنی h و w، منتها شما سعی کنید نقطه باشه به خاطر اینکه بتونیم شبیه مسائل این شکلی بشه. خب پس یه سری تابع کمکی هست، اینو توضیح دارم. یکی همین است که تصویرمون رو رسم بکنیم به همراه باندینگ باکس. این چهارمین تابعی که اینجا آوردم خود تصویر رو رسم میکنه و بعد باندینگ باکس رو روی اون جای مشخص رو داره. میخوام ببینیم جوابمون خوبه، خوب نیست، چه جوریه. بالاخره باید بتونیم اینو رسم بکنیم. همین. بریم سراغ خود داده ها و بعد مدلمون. داده ها رو خودتون میتونید دانلود بکنید. چند تا فایل دیگه هم لازم داره که اینا الان توی سایت نیست. الان نیست. چون مسابقه دو مرحله‌ای بوده. اون فایل ها رو من دارم، اونا رو هم توی پیازا میگذارم. یعنی علاوه بر دیتایی که خودتون دانلود میکنید، هشت تا فایل یا هفت تا فایل دیگه هست که فایل هایی هست که توشون مختصات نقاط و مختصات این جوای مارتی هست. الان نمونه هاش رو توی شما. اون فایل رو من باید به شما بدم. توی سایت الان نیست. حداقل من دیروز داشتم نگاه میکردم پیدا نکردم. خب پس اینجا داده هام هستن. حالا داده هام من دوباره به ترین و ولیدیشن تقسیمشون میکنم و یه فولدر هم داریم انوتیشن ها که توی این فایل فولدر انوتیشن ها مشخص شده. این ایمیج هر ایمیج اسمی داره، مثلا ایمیج 0001 یا آبجکت داره دیگه. اون آبجکت هم مختصاتش اینه، این اچش، این دبلیوش، این هم مثلا ایکسش، این هم وایش. اینا توی سری فایل جیسون هستن. معمولا این جور داده ها رو با فایل های جیسون نشون میدن. یه فرمت خاصی از فایل هست، فایل تو در تو که حالا میبینیم. من باز میکنم این فایل رو میبینیم. سایز تصاویر ورودی من میخوام 299 در 299 شد. دقت کنید دارم از رزنت استفاده میکنم. در حالت عادی اگه بخواید رزنت استفاده کنید ورودیاتون با چند درجه باشه؟ 224 در، ولی من دارم 299. همون تکنیکی که دیروز توی پیازا توضیح دادم، خیلی هم ساده بود احتمالاً اگر دیده باشین اون پست رو. بعد سایزم رو 32 گرفتم، شبکه رزنت 32. من الان هدفم نیست دقیق این مسئله رو حل بکنم تا چونی که ممکنه، فقط میخوایم این حل بکنیم با مسئله، با کل مسئله ها شما چیمین که اون دوتا هیچ چی هستن، اصلا کلا رگرسیون رو چجوری انجام بدیم، چجوری دو مسئله رو همزمان با هم دیگه حل بکنیم، هم کلاس بندیم. با این ایده ها آشنا میشیم، میونه الگوریتم های خیلی بهتری وجود داره مثل یولو، مثل SSD که میتونن این مسائل رو خیلی دقیق برای ما حل بکنن. همون ویدیوهایی که نشون بهتون دادم دیدید که خیلی معمولا خیلی دقیق اون باندینگ باکس ها رو روی اشیاء مختلف تشخیص داده بودن. پس من اینکه هدف این نیست دقیق این مسائل رو، حالا شما کاری که میتونید بکنید دست به مسئله تون، اگه همین مسئله بخواید حل کنید میتونید یه خورده مثلا شبکتون رو بزرگتر به جای رزنت 34 رزنت 5 لایه‌ای رو استفاده کنید، یا 101 لایه، یا 150، یا اصلا به جای رزنت مثلا دسنت استفاده کنید، یا اینسپشن استفاده کنید. اول اصلا بعد میتونید تصاویرتون به جای سایز 200 بزرگتر باشه، میتونه تعداد ایپوکایی که آموزش میدی بیشتر شه، خلاصه میتونید آگمنتیشن یا اینجامنتیشن انجام بدید، میتونید آگمنتیشن و میتونید به نتایج بهتری رسید. من اینجا هیچ کدوم از این کارا نکردم، فقط میخوام یه بار این مسئله حل بکنیم، ولی خواهیم دید الگوریتم بهتری هست برای مسئله کلی آبجکت دیتکشن. تعداد کلاسامون هم که اول گفتیم 8 تاست. خب من اولین کاری که میکنم میرم از اون فایلایی که گفتم، اون انوتیشن ها مختصات اون باندینگ باکس های هر تصویر رو میخونم. این تابع برام این کار رو انجام میده. من اجرا بکنم همینطور که دارم میرم جلو. این تابع برام مختصات باندینگ باکس ها رو میخونه. بذارین چند تاشو چاپ بکنیم. اولا یه دیکشنری تو پایتون برام تولید میکنه این تابع. این دیکشنری یه سری تصویر کلید هاش هستن. اینا تصاویر مجموعه آموزشی. بذارین هر تصویر در واقع مشخصه که توی یک فایل جیسون
برای این تصویر اون آبجکت اون چهار تا عددش چی هست؟ باز میکنم جلوتر الان میبینید. مثلا پس این کلیدها هستن توی اون دیکشنری پایتون. دیکشنری یه سری کلید هست، برای هر کلید هم یه سری متاداتا، ساختمان داده دیکشنری توی پایتون. پس اینا کلید داشتن، من 5 تاشو فقط رسم کردم، تعدادش بیشتر از ایناست. یکی از این کلیدها مثلا اینو در نظر بگیرید، میخوام ببینم تو دیکشنری برای این کلید، برای این تصویر چه اطلاعاتی ذخیره شده. اینجا چاپش میکنم، این اسم دیکشنری هست، این کلید هست، نام دیکشنری، و داخل این کروشه اگه کلید رو بزنم مقدار ذخیره شده برای این کلید رو برمیگردونه، ببینیم چه اطلاعاتی برای این ایمیج ذخیره شده. خب کلاس رکتنگل یعنی اون جعبه ماتون از نوع مستطیل، همه جعبه تو این مسئله همش از نوع میتونه چند ضلعی باشه. پس فعلا تو این مسئله پس اینو میتونی نادیده بگیری. اولین عدد همونطور که گفتم H هست، ارتفاع اون باندینگ باکس توی این تصویر، بعدی پهناش هست، بعدی Xش هست و بعدی Yش هست. پس اینجوری اطلاعات باندینگ باکس من رو به هر تصویر رو خوندم. بعضی از تصاویرم که توشون آبجکت نیست، هیچ باندینگ باکسی وجود نداره، من خودم بعداً اینا رو صفر میذارم، مشخصات رو، یعنی هیچ باندینگ باکسی وجود نداره، یه باندینگ باکس توی. خب ساختار فایلامون رو اگه ببینیم، تو همون مسیر اصلی یه سری فولدر وجود داره، یه فولدر انوتیشن که بهتون گفتم اطلاعات مربوط به باندینگ باکس ها توی این فولدر هست، و یه فولدر ترن، یه فولدر ولید، یه فولدر تست. این ولیدیشن رو خودم از روی ترن درست کردم که جلوتر کدش رو نوشتم. تستم که بعدم همه کارا رو که کردیم میتونیم رو اون داده‌های جدید آزمایش بکنیم. این سامپل هم یه زیرمجموعه کوچیکه، همیشه اون اولین جلسه بهتون گفتم وقتی داده‌هاتون مثلا زیاد هست، تکرار قرار زیاد بکنید، قرار یه آزمایش انجام بدید، نیاد رو کل داده‌ها، یه زیرمجموعه کوچیک از داده‌ها رو انتخاب بکنید به عنوان یه سامپل. مثلا توی این 3000 تا است، من کل تصاویر رو 3700 تا است، من 3000 تا شو 3000 خوردهش رو گرفتم برای ترین، 6700 تاش گرفتم برای ویدیشن، همون 20 درصد. اینجا اومدم 400 تا تصادفی انتخاب کردم برای ترن، 100 تا تصادفی برای ولیدیشن. خب 400 رو با 3000 مقایسه کنید تقریبا 1/8 میشه، 1/7 میشه، یعنی هر آزمایشی که انجام میدم 7 برابر سریعتر انجام میشه. بعدن که پارامتر رو دست آوردم، نت یادگیری چقدر باشه، از کدوم ساختار نت 34 استفاده کنم یا BGG بهتره، همه اینا که به دست آوردم میرم رو کل داده ها البته یه بار ترن میکنم. پس یه زیرمجموعه کوچیک رو من همیشه دارم که ازش استفاده کنم موقع توسعه. به این میگفتیم development در واقع set. خب توی ترن یه سری عکس همین هیچی که این عکس ها چون متعلق به 8 کلاس مختلف هم تو 8 فولدر مختلف ذخیره شدن. اینا هم 8 کلاس هم 8 نوع ماهی، یه کلاس هم کلاس بقیه ماهی هست، یه کلاس هم که گفتیم نو فیشنه تو این عکس های تو این فولدر، اگه باز کنیم ببینیم هیچ فیشی وجود نداره. این همون ساختاری که اولین جلسه هم دیدیم، اونجا دو تا کلاس داشتیم، کت و داگ، پس یه فولدر کت داشتیم، یه فولدر عکس های کت تو اون فولدر، عکس های داگ هم تو اون فولدر. پس این ایمیج هم هیچ. بعد یکی از اینا رو اگه نگاه کنیم توش ببینیم چی هست، مثلا این کلاس یه فولدر دیگه تو کامپیوتر من، یکیشو اگه نگاه کنم اینجا دارم این کارو میکنم، یه عالمه توش ایمیج هست، من چند تاشو نوشتم، هر کدوم از اینا یک تصویره که توش یک ماهی وجود داره و اون ماهی مربوط به این کلاسه. میتونم برای این یکی رو نگاه کنم، یه سری تصاویر دیگه است مربوط به کلاس دوم، حالا اینو تغییر بدیم میشه این اگر اینو بخواید. پس فولدرها میتونید خودتون برید باز کنید و ببینید. من 5 تاشو اینجا نشون دادم و یکی از فایل‌ها رو باز کنید، مثلا این فایل رو من باز می‌کنم، این 5 تا است، من اینو باز می‌کنم، این فایل 1 اندیسا از صفر میشه، این صفر این یک، یکیشو باز کنیم ببینیم چی هست. خب این مجموع آموزشی پرفکت نیست، کامل نیست، خودش هم توی توضیحاتی که نوشته رو گفته بعضی موقع بیشتر از مثلا چند تا ماهی هست، اما عمدتا این مواقع یه ماهی بزرگ داریم که همون ماهی تونیه که میخوایم تشخیص بدیم، یا حالا ماهی کوچیک داریم که اینا معمولا به عنوان توی سیر ماهی به عنوان تومه انسان، اما اینجا این دو تا ماهی هست. ما تو تصاویری که این شکلی هست، دوتا ماهی هست، یکیشون رو بالاخره در نظر گرفتیم، چون مسئله این مسئله که امروز داریم حل می‌کنیم فرض اون هست که فقط یک شکل توی تصویر هست، پس من این رو فقط استفاده می‌کنم، یا مثلا فقط این بود، حالا فرض یکیش. خب پس اینم خود ایمیج هست، بریم انوتیشن ها رو ببینیم ببینیم چه شکلیه. یه فولدر انوتیشن داشتیم، تو اون فولدر 8 تا فایل هست با پسوند جیسون، به ازای هر کلاس یه فایل، یه کلاس داریم نوفیش که تو 6 فایل نیست که قرار بود توی فایل چی رو مشخص کنیم؟ مشخصات باندینگ باکس ها رو، عکسایی که توشون باندینگ باکسی نیست پس دیگه فایلی نیاز نداره، پس اینا 7 تا است.
یکی از اینا رو من باز میکنم ببینم چه شکلیه. اینجا من اینو بازش میکنم، یعنی محتویات این فایل رو اینجا چاپش میکنم با همین یه دونه دستوری که توی پایتون نوشتم. ببینید این ساختارش چجوریه. این یه فایل جیسونه. فایلای جیسون رو اگر دیده باشید خیلی پرکاربردن. ساختارشون به این شکله. یه عالمه لیستای تو در تو و دیکشنریای تو در تو. مثلا اون دیکشنری پایتون. خب ببینید از اول این فایل رو که بفهمیم چجوریه. این کلیده، اینم مقداره. یعنی یه دیکشنری پایتون هست. این کلید انوتیشن داریم یک انوتیشن توضیح میدیم. انوتیشن یعنی همون اطلاعاتی که مربوط به عکس هست. مثل اینجا مختصات مربوط به جعبه ماتی. نوع جعبه از نوع رکتانگل هست. ارتفاعش، عرضش، ایکسش و وایش. حالا این انوتیشن مربوط به کدوم چیزه؟ این ایمیج و اون ایمیج اسمش چیه؟ پس این ایمیجه یه باندینگ باکس داره که این مختصاتشه. دوباره یه انوتیشن دیگه پیدا کنیم اینا. این مال یه تصویر دیگه است. حالا اگه تو این تصویر چند تا جعبه مواتی وجود داره؟ چند تا از اینا داریم؟ ببینیم مثلا اینجا رو دومیه رو نگاه کنید. باز دومیه. این دفعه این اطلاعات ببینید دو تا باندینگ باکس داره. من فقط اولی رو تو ترن کردم، فقط اولی رو در نظر میگیرم. و این ایمیجه. این ایمیج رو اگه برید باز کنید این دو تا باندینگ باکس رو داده. پس به این شکل مختصات باندینگ باکس ها. این همون فرمتیه که تو دیتاست کوکو استفاده میشه، مال مایکروسافت. یه دیتاست خیلی پرکاربرد و معروف است که یکی از کاربرداش آبجکت دیتکشنه، یکی از کاربرداش سگمنتیشنه. یعنی یک دیتاست چند منظور است. دقیقاً این همون فرمتیه که توی این استفاده شده. پس اگه با این فرمت آشنا باشیم میتونیم این اطلاعات رو استخراج کنیم از توی این فایل. پس به ازای هر کلاس اینا کلاسامونه. اینا کلاسامونه. یه جز کلاس نوفیش یه فایل جیسون داره که اون تو فایل جیسون اطلاعات همه این ایمیج هایی که ما روی کلاس هم هست و اینکه تو ایمیج اون باندینگ باکس کجاست که من اینا رو تو اون متدی که اول تو دارید انوتیشن همه اینا رو خوندم و یه دیکشنری درست کردم. حالا اینا جزئیاتی هست که خیلی برای شما شاید لازم نباشه، مهم فقط بدونید اون تا اگه لازم هست مجموعه آموزشی رو دو قسمت میکنم که اولین بار من این کارو کردم و اولین اون فولدر ایجاد شده. اگه این فولدر وجود نداره دوباره همون چیزی که قبلا بود. اینجا چون پسوند فایلم جی پی گه اینجا مشخص کردم. اگه پی ان جی بود میگفتم پی ان جی. اون اروری که قبلا داشتیم دیگه اتفاق نیفته. من چون قبلا این کارو کردم هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی اگه برم اون فولدر رو پاک کنم میره از اون ترندایر یه سری تصادفی انتخاب میکنه تو ولیدیشن دایر ذخیره میکنه که من این کارو قبلا کردم. خب بریم سراغ دیتا ستمون. مهمترین کاری که معمولا برای حل یک مسئله جدید می‌کنیم اینه که ساختار این دیتا ست رو تعریف بکنیم و یه مدل مناسب انتخاب کنیم و اینو ترینش بکنیم. اینجا دیتا ست هم چه اطلاعاتی؟ گفتین اولا سه تا فایل همیشه توی دیتا ست باید خودمون سه تا تابه تعریف کنیم. یکی تابه اینیت کانستراکتورش چه اطلاعاتی نیاز داره از مجموعه آموزشی؟ یکی تابه گت آیتم که هر دفعه یه ایندکس بهش می‌دیم. مثلا فرض کنید 3000 تا تصویر دارید تو مجموعه‌مون. ایندکس 0 رو می‌دیم اولین تصویر. ایندکس 1 دومین تصویر، ایندکس 2 سومین تصویر. گفتیم این تابع گت آیتم باعث میشه بعدا که یک دیتا ست تعریف می‌کنید مثلا ترین دی اس، این تابع باعث میشه بتونی از این عنوان یه لیست استفاده کنی. ترین دی اس 0 یعنی اولین داده رو تو مجموعه آموزشی بده، ترین دی اس 1 یعنی دومی رو بده. اینا جلسه قبل توضیح دادم. کی از این استفاده می‌کنه؟ دیتا لودر. اینا رو دیتا لودر هست، ما مستقیم استفاده نمی‌کنیم، می‌تونیم بکنیم ولی نمی‌کنیم. و یه تابع هم که تعداد داده ها رو مشخص می‌کنه، تابع لن. خب من جزئیاتش پیچیده نیست اما من میخوام این اطلاعات رو هم بده. این تابع گتایت مهمترین تابع شد. هر دفعه من بهم میگه یه داده دادم بده چیکار بده؟ اولا خود تصویر رو باید بده به صورت یک تورچ تنسور، یه تنسور یه ماتریس. خود تصویر رو به صورت یک تصویر ما نمیخوام، به صورت یک ماتریس میخوام. پس خود تصویر رو باید به من بده هر دفعه. و بعد مختصات باندینگ باکسش رو باید به من بده، همون چهار تا عدد رو که حالا من توی این تابه این چهار تا عدد رو تبدیل می‌کنم به این چهار تا عدد. تو کد نشون میدم. دیگه چه اطلاعاتی نیاز داریم؟ این تصویر به چه کلاسی تعلق داره؟ پس کلاس این تصویر حالا می‌نویسم سی کلاسش. پس این مشخصات جعبه ماتریسه. اینم خود تصویره ولی به صورت ماتریس، یه تنسور. اینم کلاس مربوط به تصویر، این تصویر به چه کلاسی؟ دیگه چی؟ یه اطلاعات دیگه هم من برگردوندم بعدا که میخوام تصویر رو رسم بکنم. این اطلاعات رو نیاز دارم. چیه؟ طول و عرض تصویر. اینا رو من خودم برگردوندم. طول و عرض تصویر به باندینگ باکس ربطی نداره. طول و عرض چون تو مجموعه آموزشی بعضی تصاویر 300 در 500، بعضی دیگه 150 در 700. تصاویر با اندازه‌های مختلف داریم. پس این آخرش رو نگاه کنید، این خط آخر رو من چیا برمیگردونم؟ یکی خود تصویر ولی به صورت تورچ تنسور.
یکی لیبل یه عدد 0 1 2 تا 7 یه عدده. یکی هم باندینگ باکس دوباره به صورت، چون می‌خوام توی شبکه عصبی اینو به عنوان ورودی بدیم اینو به عنوان خروجی، من تصویرا به عنوان ورودی میدم اینو می‌خوام به عنوان خروجی بگیرم اینا رو. خب پس اینا واسه صورت ماتریس باشن، پس اینو تبدیل کردم به تنسور و همون طول عرض خود تصویر اینا رو داره به من میده. هر دفعه یه تصویر می‌خوام این اطلاعات رو از تصویر رو. حالا ببینید اطلاعات از کجا میاد. توی این ایمیج‌ها مثل همون کاری که جلسه قبل کردیم، چون همون ساختار فولدری داشت که ما باهاش آشنا هستیم، اون ایمیجی که من به عنوان ورودی میدم یه لیسته شامل یه سری زوج مرتب، نام تصویر و کلاس تصویر، نام تصویر بعدی و کلاس. این ایمیجی که اینجا به عنوان ورودی دادم توی تاب اینیت موقع ساختن همچین دیتا ستی، این همون دی اس، این همون ایمیج فولدریه که جزء دیتا ست ها بود که تو خود تورج تعریف شده. گفتیم هر وقت یه سری عکس داریم که اینا مربوط به کلاس‌های مختلفن که تو هر کدوم عکس تو فولدر مربوط به خود ایجاد شده میتونیم از اون ساختار استفاده کنیم. این همون چیزی هست که اون ایمیج فولدر دیتا ستی هست که تو خود تورج هست. این باندینگ باکس هم که من رفتم از تو فایل جیسون خوندم مشخصاتشون رو میفرستم به عنوان ورودی، سایزی هم که میخوام تصاویرامو تبدیل کنم اینم به عنوان ورودی میدم، سایزی که میخوام تصاویرامو تبدیل بکنم، چون هر تصویر یه اندازه‌ای داره، حتی طول عرضشون هم با هم دیگه فرق می‌کنه. خب پس نام کلاس ها، خود باندینگ باکس ها، اینا رو به عنوان ورودی دادم و بعد سایز اینم ذخیره می‌کنم. خودم یه سری ترانسفورمیشن هم تولید می‌کنم، دیگه آگمنتیشن هم امکان انجام بدم. پس تمام ترانسفورمیشنی که دارم اینه، اول تصویرام ریسایز می‌کنم، هر چند در چند هست می‌کنم 299 در 299، بعد تبدیلش می‌کنم به یک ماتریس و در نهایت نرمالایزش می‌کنم. برای نرمال‌سازی هم از همون اعداد مرده مجموعه ایمیج نت استفاده کردم، اینا میانگین اوناست، پیکسل ها رد گرین و بلو، این هم استاندارد دیویشن پس اینا استفاده بهتر است که برای هر مجموعه اگه خیلی فرق میکنه برای اون مجموعه میانگین ها رو خودتون حساب بکنید. تو یکی از فایل هایی که من به شما جلسه قبل دادم هست کدی که برای که هم اندازه تصاویر رو حساب کنید میانگین بگیرید هم خود این میانگین ها رو، ولی من حالا اینجا از همون میانگین های معروف ایمیج نت استفاده کردم. پس اول تصویر رو ریسایزش میکنم، بعد تبدیلش میکنم به ماتریس و بعد نرمالایزش میکنم. یادمون باشه تصاویری رو که داریم نرمالایز میکنیم بعدن که میخوایم اینا رو ترسیم کنیم دوباره دی نرمالایز بکنیم، چون میانگین رو کم کردیم به استاندارد دیویشن تقسیم کردیم، برعکسش باید ضرب در استاندارد دیویشن بکنیم وقتی میخوایم تصویر رو رسم کنیم با این میانگین جمع بکنیم، وگرنه تصاویر رنگاشون غیر طبیعی خواهد بود. خب اینم ترانسفورمیشن، این تابع اینیت اون هست. گت آیتم رو ببینیم، هر اندیسی که من بدم خود ایمیج و لیبل رو، این خود تصویره، نام اون تصویر فایله که تو بیفسی توشه، اینم لیبلش هست 0 1 2 تا 7 حالا هرچی، من میرم اینو میخونم این نام اون تصویر رو و اگر برای این تصویر اون مجموعه باندینگ دیکشنری مشخص شده، چون بعضی تصاویر مثلا 2300 تا تصویر هست توش هیچ باندینگ باکس نیست، اونا دیگه جزء این باندینگ باکس نیستن، یعنی هیچ کلیدی توی این دیکشنری ندارن. اگر توی این دیکشنری هست میرم اطلاعات مربوط به اون تصویر رو، یادتون هست نام تصویر رو میدادیم اطلاعات مربوط به باندینگ باکسش رو میگرفتیم، میرم میخونم. اگر نیست خودم صفر تولید میکنم، یعنی هایتش صفر، ارتفاعش، عرضش صفر، ایکسش صفر، وایش هم صفر. پس اگه داره باندینگ باکس میرم میخونم از اون بی باکس، از اون خودم درستش کردم، کجا درستش کردم با همون تابرید انوتیشن، و اگر نداره خودم صفر میذارم و بعد این فرمت رو تبدیل میکنم به همون فرمت R1C1 R2C2 که گفتم، این تابه برای من این کار رو انجام میده و بعد خود ایمیج رو میخونم، حالا واقعا بازش میکنم این ایمیج رو، از فایل میخونم به صورت فرمت RGB میخونمش، ریسایزش اگر بخوام بکنم باید اسکیل بکنم، این اسکیل رو حساب میکنم، این سایزی که میخوام باشه این سایزی که الان هست، پس حساب میکنم چجوری باید ریسایزش بکنم، ترانسفورمیشن های لازم رو روش انجام میدم، همین ترانسفورمیشن هایی که اینجا تعریف کردم اینا، این سه تا تبدیل رو روش انجام میدم و بعد باندینگ باکس. وقتی خود تصویر رو شما کوچیک بزرگ میکنید باندینگ باکس هم مختصاتا باید کوچیک و بزرگ باشه. کاری که میکنم اینه، اولا اون این همون R1C1 R2 و C2 هست، چند تا عدده اینا رو تقسیم میکنم به H و W میشن بین 0 و 1، یعنی نرمالایز میکنم. ببینید یه تصویر داریم مثلا پهناش 300، این باندینگ باکس مثلا این مختصاتش 100، اینو سر تصویر 300 کنیم میشه 1/3. پس این اولی و سومی رو دارم به H تقسیم میکنم، این یکی و این یکی رو دارم به W، پس میبرم بین 0 و 1 و اسکیل هم میکنم، چون خود تصویر رو اسکیل کردم اینا رو باید اسکیل کنم. یکی از سختی هایی که داره کار کردن با این در واقع تو سگمنتیشن و باندینگ باکس
برای همین من آگمنتیشن فعلا اینجا استفاده نکنم، اما توی یولا استفاده میکنم. تصویر رو بچرخونی این مختصات رو تغییر بکنه، تصویر رو کوچیک بزرگ کنی این مختصات رو تغییر بکنه، اگر مثلا تصویر رو کراپ بکنی این مختصات رو تغییر بکنه. قبلا تصویرتون این بوده، اینم با این باکستونه. حالا من یه قسمتی از تصویر رو میبردم، این قسمت رو بریدم، الان این باید مختصات نسبت به اینجا باشه دیگه، پس تغییر میکنه. یعنی هر کاری که میکنی تو تصویر ممکنه لازم باشه باید. اما خوشبختانه یک کتابخونه هست، اینو همینجا بهتون معرفی میکنم، که کتابخونه خیلی خوبی هست و میتونید از این برای اینجور کارها استفاده کنید. دیگه خودش این محاسبات رو براتون محاسبه میکنه و انجام میده. شما دیگه لازم نیست این کاری که الان من اینجا کردم رو بکنید. ایمیج آرت، اینو فقط کافی نصبش بکنید، خیلی ساده هم نصب میشه. ایمیج آرت اصلا داره برای حالتی که مثلاتون باکس در واقع میخواین باندینگ باکس پیدا کنین، میخواین سگمنتیشن بکنین، یه سری آگمنتیشن مخصوص داره. اینو نصبش بکنید، ایمیج آگمنتیشن، ایمیج آگ. تو گوگل سرچ بکنید، اولین لینکی که میاد نصبش بکنید. یا هم مثال داره خودش. میگه اگه مسئله‌تون مسئله کلاس بندی میتونی از اینا استفاده کنی. اگه مسئله‌تون مسئله آبجکت دتکشن میتونی از اینا استفاده کنی. خودش مثال هم داره. یعنی همون مثلا میتونی کپی پیست بکنی تو برنامه‌تون. و خیلی کار شما راحت بود دیگه، اینجور محاسبات رو لازم نیست خودتون انجام بدید. به همین خاطر چون برنامه پیچیده میشد و واقعا نیاز نیست، الان میگم توی این مسئله من واقعا آگمنتیشن خیلی نیاز ندارم، من دیگه نمیخوام درگیر این جزئیات بشم، فقط میخوام این مسئله رو حل بکنم. و در نهایت خود تصویر به صورت ماتریس، لیبلش یه عدد بین 0 تا 7 و خود 7 چون 8 تا کلاس داریم، باندینگ باکس اون 4 تا عدد که بین 0 و 1 شدن و اسکیل شدن، و طول و عرض تصویر، این طول عرض خود تصویر است. اینم که تعداد تصاویر تو مجموعه آموزشیمون هست. پس دیتا ست رو تعریف کردیم. اینجا مجموعه آموزشی رو ایجاد می‌کنم، مجموعه ولیدیشن رو هم ایجاد می‌کنم. اینو اجرا کردم. خب اینو اجرا کنیم. وقتی مثال زیاد می‌بینید دیگه یه چیزی چیزا هست تو همه مثال‌ها تکرار شده. یعنی این ساختار کلی تعریف دیتا ست رو یواش یواش برای مسائل مختلف از اون مثال‌های مختلف یاد می‌گیرید. می‌تونید برای یک مسئله جدید خودتون یه ساختار جدید تعریف کنید، یه دیتا ست جدید. معمولاً هم لازم نیست خودتون از اول این کارو کنید، چون اگه تو اینترنت بگید این مسئله اولین بار حل شده، کافی تو گیت هاب مثلا بگردید ببینید این مسئله با پایتون شبیه کسی حلش کرده، حتما یه دیتا ست تعریف کرده یه جایی اون رو بردارید، یعنی هیچ اشکالی هم نداره. حالا من اینجا خودم تعریف کردم برای نیاز این درس این کلاس، ولی میتونستیم این کارو نکنیم، یعنی حتما میتونید پیدا بکنید کدای آماده و مشابه برای هر مسئله. خب یه بچ از داده ها رو ببینیم. اینجا یه بچ تصادفی انتخاب میکنم، اینا تصاویرن که همشون رو من 299 در 299 کردم، اندازه بچم هم 32 بود، 8 سطر 4 تا ستون. اینجا 32 تا تصویر تصویر بعضی از تصاویر داره بود رنگ دوربینش تو شب بوده، دوربینه به این شکل تصویرها رو گرفته و اولی خیلی خوب نبود که تو این مسئله از همون میانگینایی که مال ایمیج تصویر بهتر بود میانگین کل تصاویر رو حساب کنم از اون میانگین، ولی حالا خیلی ما به این جزئیات کاری نداریم. پس 32 تا تصویر هیچی، این یه بچه تصادفی است. اما یه دونه از داده ها رو ببینید، ببینید ترندیس رو من گفتم از این میتونیم به عنوان یک لیست استفاده کنیم. چرا؟ چون متد گتارتر رو بیاندازی کردیم. پس من میگم ترندیس یک اون اطلاعاتی که خواستم رو به من میده راجع به تصویر یک، تصویر سه، تصویر یک. چه اطلاعاتی؟ تنسور مراد تصویر، لیبلش، باندینگ باکسش و طول و عرضش. که حالا من این اطلاعات رو چاپ میکنم ببینید. خب من طول و عرض تصویر رو چاپ میکنم، خود این ایمیجه ریسکل شده، شده 299 در 299. پس اگه من الان بگم پرینت ایمیج سایز 3 ضرب در 299 ضرب در 299، اما لیبل رو چاپ میکنم یه عدد بین 0 تا 7، این همون لیبلیه که ایمه من داده مجموع آموزشی گرفتم، و بعد هر لیبل متناظر با یک کلاس، مثلا لیبل 0 متناظر با کلاس آلباکور مثلا چیونا هست، خود لیبل کلاس اسم کلاس رو هم چاپ میکنم، باندینگ باکس رو هم چاپ میکنم. این باندینگ باکس الان به صورت تورچ هست، تنسورایی که تو تورچ هستن من اول تبدیلش میکنم به یک ماتریس نامپای، بعد به یه لیست پایتون تبدیلش میکنم. این تابع تو لیست ماتریس رو تبدیل میکنه به یک لیست چارج. چرا به لیست تبدیلش کردم؟ چون اگه به لیست تبدیلش میکردم پرینتش میکردم این چارتا پشت در همینش زیر همینش، حالا که لیستش کردم کنار هم میشه، همین هیچ فرق دیگه ای نداره. میتونید اینو بردارید تو خونه امتحان که میکنید، و بعد خود تصویر رو به همراه باندینگ باکسش میکشم. چرا دبلیو اچ رو به عنوان ورود دادم؟ چون من میخوام تصویر رو بکشم دوباره از اول، چون دیکسونی رو دارم من دوباره برمیگردم به اندازه اصلیش، پس این دبلیو اچ رو دوباره نیاز دارم چون میخوام اندازه اصلیش رو رسم بکنم، نه 299 در 299. پس یکیش رو انتخاب بکنید و رسم بکنید. این اندازه ایمیجمونه، ماتریسمون 3 در 299، کلاس 0، نام اون کلاس
ALB هست. این هم اون چهار تا نقطه H و W X و Y و این هم تصویرمون به همراه اون باندینگ باکسی که رسم کردیم. اینو بردارم، چیز پیچیده ای نیست. یه دونه تصویر دیگر رو رسم بکنیم، مثلا تصویر شماره 10. 3000 تا حدوداً. از کجای فهم چند تا تصویر تو مجموع آموزشی هست؟ یه تابل لن تعریف کردم دیگه، گفتیم اگر برای هر کلاسی شما اون تابل لن رو پیاده‌سازی کنید، دو تا آندرسکور میتونید روی اون این تابل لن رو استفاده کنید. من دستور اینجا می‌نویسم، حالا بذار اینو اجرا کنم. این دفعه تصویر دهم رو به من میده، اینم باندینگ باکسش ها، و اونم بقیه اطلاعاتش. اینم از کلاس صفره، چون تصاویر مثلا 700 تای اول مربوط به کلاس صفر، 700 تا 800 تا چون مرتبه، ولی بعدن اگه شافل بکنم موقع دیتا لود، اینا رو به صورت تصادفی برام لود میکنه. خب ببینید، من لن رو اگه استفاده کنم، این همون دی اس ایه که تعریف کردیم، این همون دیتا ستیه که خودمون تعریف کردیم. گفتیم تابع گت آیتم باعث میشه بتونیم به صورت لیست ازش استفاده بکنیم، و تابع لن باعث میشه بتونیم اینجوری لن ترین دی اس 3022 تا تصویر توش هست. اون لنی که اونجا تعریف کردیم باعث میشه بتونیم این لن رو اونجا تعریف کنیم. اینو کی استفاده میکنه؟ دیتا لودر. نگاه میکنه کل تصاویر چند تاست، بعد اینا رو شافل میکنه، مثلا 32 تا 32 تا به ما برمیگردونه. هر دفعه که بهش میگیم به ما یه بچ بده، 32 تا رو تصادفی به ما برمیگردونه. خب حالا بریم سراغ پیاده سازی مدلمون. این همون شکلی که گفتیم تصویرمون به یک شبکه کامپیوتر معمولی، اون لایه‌هایی که بعد از این بوده رو ما می‌ندازیم دور، یعنی باهاشون کاری نداریم. این هموناست، اینجا همونا رو به صورت فلت کردیم. از روی این فیچرها من مستقیم می‌خوام هم کلاس‌ها رو حساب کنم، چون اینجا 8 تا کلاس دارم، میشه 8 تا امتیاز، امتیاز کلاس اول، امتیاز و اون 4 تا عدد، این 4 تا R1C1 R تو شکل من به اون شکل نوشتم، باندینگ باکس رو به صورت مرکز و H و W نوشتم، اما تو این مثال این R1 و C1، R2 و C2. ببینید چجوری پیاده‌سازی کنید شبکه رو، خیلی ساده. خب من خودم این کلاسیفایر رو تعریف میکنم، این مدل رو، مثل همون کاری که تا حالا از کلاس NN ماجول یه دونه زیر کلاس تولید میکنم. یه تابع اینیت باید تعریف کنم، یه تابع فوروارد. تابع بکوارد هم که خودش تو پایتورچ موقع محاسبات بکوارد خودش تشخیص میده و انجام میده. خب اولین چیزی که انجام میدم این هست، تعداد کلاس ها رو نیاز دارم. حالا میبینید چرا، پس اینو به عنوان ورود دادم. پیش فرضم تو این مسئله 8 دادم که هر دفعه نخوام اینو بدم، پس تعداد کلاس ها 8 تاست. با همون تابع گت مدلی که جلسه قبل دیدیم، الان هم دوباره اول این جوپیتر نوتبوک دیدیم، من یه مدل درست می‌کنم. این مدل چیه؟ اسمشو میدم. حالا اسم از کجا اومده؟ اینجا. موقعی که دارم کلاسیفایر رو میسازم، اولین آرگومانی که میدم اسم کلاس، مثلا میدم رزنت 34 یا رزنت 50 یا هر کدوم از اون شبکه‌هایی که وجود داره. پس اینم این هست، من شبکه رزنت مثلا 34 رو اینجا ایجاد کردم. اینا رزنت 34 معمولی هست، و چون پیش فرض کریترین تو هست، خودش رفته وزنه که باش آموزش یافته روی درآمد ایمیل اونا رو هم لود کرده، اون وزنه رو هم داره الان. اما من میخوام آخرین لایه ها رو بریزم دور، پس همونطور که جلسه قبل دیدیم این کار رو میکنم. میگم مدل، این مدل دو قسمت داره، یه قسمت ها فیچرها اکسترکت میکنه، همون لایه های کامپلیشناله، یه قسمت لایه های فولی کانکتد. میگم تو لایه فولی کانکتد اول این چند تا ورود داره، پس این آخرین لایه کامپلیشن، حالا هر چی که هست آخرین لایه کامپلیشن، این تبدیل میشه به سری. اگه فلتش بکنید تعداد اینا رو دارم میخوام ببینم چند تا، چون من میخوام اینجا یه لایه اضافه کنم به عنوان لایه فولی کانکتد دیگه، درسته؟ هر لایه فولی کانکتد باید بدونم ورودیش چند تاست، خروجیش چند تا. خروجیشو که من تعیین میکنم، چند تا خروجی میخوام، چند تا میخوام تو این مسئله 8 تا برای کلاس ها به علاوه 4 تا برای، پس 12 تا خروجی میخوام. ورودی ها چند تا باشه؟ ایناش 5 تا باشه. از فولی کانکتد نگو چند تا ورودی به اون میره قبل از اینکه حذف کنن لایه فولی کانکتد رو. حالا ممکنه چند تا لایه فولی کانکتد باشه، اما اسم همه اینا رو گذاشته فولی کانکتد اکس، یعنی میتونه یک سکوئنس باشه چند تا لایه فولی کانکتد داشته باشه، که معمولا حداقل دو سه تا لایه هست اگه سافت وار نباشه. پس من اونا رو حذف، اول میخوام ببینم چند تا میچزه، خودم میام به جای اون اف سی که قبلا بوده یک لایه جدید ایجاد کنم، یه لایه خطی ساده. تعداد فیچرهای ورودیش نامش میشه هم تعداد اینهایی که به من شبکه کامپلیشن میده، آخرین لایه کامپلیشن، و تعداد خروجیاش تعداد کلاس ها به علاوه 4 8 به علاوه 4 12. پس 8 تا اول رو در نظر میگیرم به عنوان امتیاز کلاس ها،
چارتای بعدی رو در نظر میگیرم به عنوان اون مختصاتی که نیاز دارم برای جعبه محاطی. همین این مدل هم. و بعد محل فرم تراکایی که فلان این مدل رو روی ورودی اجرا بکنم تموم شد. 12 عدد دریافت می‌کنم. حالا این 12 عدد رو من هم جدا می‌کنم، 8 تای اول و 4 تای دوم، اینا رو هم جدا می‌کنم. 8 تای اول پس تعداد کلاس هم برای این نیاز داشتم. این بچه اولین انگلیس چون می‌تونید چند بچه‌مون 5 تایی باشه 32 تایی باشه 16 تایی، پس دارم میگم همه عناصر برای چند تا 8 تای اول. وقتی میگم از یه جای این اون کاری نشه، اون بود اول بچه بود. اینجا رو ببینید، من میتونستم اگر از صفر تا تو پایتون اینجوری میتونیم اندیستی کنیم، ببین گفتیم عملگر اسلایس. دارم میگم از ابتدا تا هشتمی، یعنی صفر یک دو تا هفتم، یعنی هفت عنصر اول از این ماتریس رو بگیریم. یه ماتریس 12 تایی در نظر بگیرید، بردا هشت تای اولی از صفر تا هفت، اینا رو اسمشون رو میذارم اسکورها، همون هشت تای اول. اون از صفر نام کلاس تا آخر رو، یعنی از هشتمی به بعد رو، یعنی این چهار تا رو اسمشون رو میذارم کوردینیت و اینا رو برمیگردونم به عنوان پروژه. پس من فقط این ماتریس این برد دادم که در نهایت 12 تا دو قسمت کردم، یه 8 تا یه 4 تا و اینا رو برگردوندم. منتهی یه کاری هم اینجا انجام دادم، پس اسکورا رو خودشون رو برگردوندم. موقعی که این کوردینیت رو میخوام برگردونم یه تابع سیگموید رو روشون اعمال میکنم. چرا؟ لایه لینیر خروجیش میتونه هر عددی از منفی به نهایت تا مثبت به نهایت باشه دیگه. من میخوام حتما بین 0 و 1 باشه. پس این سیگمویده باعث میشه اون چهار تا عددی که اینجا دارم، چون لایه لینیر که لایه خطیه میتونه خروجیاش از منفی به نهایت حتما بین 0 و 1 باشه. همین فقط دارم اون تازه میکنم. پس دو تا چیز برگردوندیم، اسکورها 8 تا 4 تا عدد شبکه اون اینا رو برگرد. خب حالا لاست فانکشن رو تعریف کنیم. دو تا مسئله است، یه مسئله کلاس بندیه از تابع کلاس آنتروپی استفاده کنیم. پس برای این قسمت از تابع مالتی کلاس کلاس آنتروپی استفاده میکنیم. توی تورچ هست تورچ NN تا حالا استفاده کردیم دیگه کلاس آنتروپی لاست هست دیگه، یعنی تعریف شده. هر جایی مسئله چند کلاسی داشتیم، کلاس بندی چند کلاسی، میتونید از این تابع لاس استفاده کنید. پس برای 8 تای اول از این و برای 4 تای دوم از توی تورچ دوباره یه تابع دیگه داریم، تورچ MSE داریم. سام آف اسکوئر ارور نیست، میانگین مجموعه مربعات خطا، مین آف اسکوئر ارور. هیچ فرقی این دو تا با هم نمی‌کنه، یعنی خود تابع ها فرم کنه، اما یکی اینا رو بهینه ساز بکنیم جواب نقطه بهینه همونه توی دو تا تابع، پس فرم. اما باز به شما این امکان رو میده که از این فقط sum of square error بگیرید، یعنی average نگیرید رو بچه تو روی بچ average نگیرید. یه پارامیتری داره به نام size average، اینو شما true بدم یا false. true باشه بچه اون ممکنه 32 تا داده باشه دیگه، این خطاها رو اون 32 تا حساب میکنه میانگین میگیره، اما اگه false باشه میانگین دیگه نمیگیره، فقط جمعه. پس این پارامتر هم هست. خب پس این قسمت هم نباید کار سخت میشه. دوباره من اینو به صورت یه لایه پیاسازی میکنم، دوباره نکنید تابع لاسم رو لوکالیزیشن لاس به صورت یه لایه پیاسازیش میکنم، یعنی یه زیر کلاس از کلاس NN ماجور. خب اطلاعاتی که نیاز دارم، اولا تو خود اینی دو تا تابع رو تعریف میکنم، کراس آنتروپی لاس همون NN کراس آنتروپی لاس، سایز اوریج هم گذاشتم فالس. چرا اینجا فالس کردم؟ واقعا هدف این نبوده که حالا مجموع یا به جای بیانگی، جلوتر توضیح دادم اعداد خیلی کوچولو میشن، مثلا بچه 32 تایی الان چه که 10000 موقعی که دارم ترین میکنم، من برای که ببینم اینا رو به جای اینکه میانگین رو چاپ کنم جمعشون رو چاپ کنم که بزرگتر باشم، تغییراتشون رو ببینم موقعی ترین کردن. حالا وقتی اجرا میکنم میبینیم. پس این همون کلاس آنتروپی لاسه، تعریفش کردم و تو متغیر سی ای لاس ذخیرش کردم از خود کلاس. اینم هم همون ام اس ای لاسه، ان ان ام اس ای لاس. خب چهار بار اینو استفاده کردم برای آر 1 سی یک، آر دو و سی دو. این تابر رو نکنید چه برودی هاش؟ اسکورز ایناست، اون هشتایی که ما از شبکه گرفتیم. اینا چی هم؟ لوکیشن ها، اون چهارت هست. اینا چی هم؟ لیبل واقعی داده ها، صفر یک تا هفت. اینا چی هم؟ همون باندینگ باکس هایی که تو مجموع آموزشی مشخص شده، یعنی درست میشه. من که لاس حساب کنم باید پیشبینی رو داشته باشم، مقدار درست رو هم داشته باشم، از طریق این دوتا لاس رو حساب کنم. پس اینا پیش بینی‌هایی که شبکه من داده، اینا اون چیزایی که واقعا تو مجموعه آموزشی مشخص شده. خب
پس برای این چهار تا، یعنی آر یک و سی یک و آر دو سی دو، از تابع ام اس سی استفاده میکنم و در نهایت با هم جمعشون کنم. این چهار تا رو نکنید، اینجا با هم جمع کردم. این میشه لاس مربوط به مسئله رگرسیونمون. داریم دو تا مسئله حل میکنیم و اون لاس مربوط به کلاس بندی هم از روی اسکورها و لیبل ها، این هم جداگونه برگردم. میتونستم مجموع اینا رو برگردونم، ولی من توی اجرا میخوام هر دو تا رو ببینم، نمال فروشی یک چاپش بکنم توی اجرا، پس هر دو تا رو جداگونه برگردونم، بعدا با هم جمعش بکنم، یا بعدا میتونیم ظریف به این بدیم، یعنی مثلا به این دو تا ظریف بدیم. پس یه لاس رگرسیون داریم، یه لاس برای کلاس بندی. لاس رگرسیون رو از روی این چهار تا حساب کردیم، یه تصویر رو در نظر بگیریم. ما یه باندینگ باکس براش پیش بینی کردیم، درسته؟ تو مجموع ارزشم یه باندینگ باکس داده شده، دونه دونه اینا رو اختلافشون داریم حساب می‌کنیم، به توان دو می‌رسونیم و بعد جمع می‌کنیم اینجا. همون مجموع مربعات خطا. این تقسیم بر دو برای چیه؟ چون تو مجموع مربعات خطا یه تقسیم بر دو هست تو فرمولش. ما اینو گذاشتیم. نذاریم هم هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی جوابی که دست میاریم فرقی نمی‌کنه. پس دو تا لاس برگردیم. لاس مربوط به کلاس بندی و لاس مربوط به رگرسیون. خب اینو اجرا کنیم و تمام. مدلم رو تولید می‌کنم. همین مدلی که پیاز کردم. اگه لازم هست می‌برنش روی جی پی یو. کاراکترینم خودم تعریف کردم، تابع لاس فانکشن رو همینه. ناش لوکالیزیشن لاس. اگه لازمه اینم می‌برم روی جی پی یو. خود لاس رو می‌تونید روی جی پی یو حساب کنید، برای اینکه اگر لاس محاسبه زمان بر باشه، می‌تونید لاس رو روی جی پی یو حساب کنید. پس من اینجا میگم این کاراکترینم رو اگر جی پی یو وجود داره ببرش روی جی پی یو. این باعث میشه سریع‌تر بشه. بعضی موقع لاس فانکشن محاسبش خیلی زمان بره. اینجا حالا نه، ولی تو بعضی از مسائل آره. خب اپتیمایزر هم تعریف میکنم. مثلا آدام لرنینگ ریت هم. حالا من دو سه بار بیشتر امتحان نکردم، دیدم یک ده هزارم جواب خوب میده. شما ممکنه تو خونه یه ذره کمتر یا بیشتر کنید. بیشتر گذاشتم جواب خوب نشد. حالا یه ذره میتونید اینو دقیق‌تر تنظیم کنید. من واقعا وقت نذاشتم برای اینکه بهترین لرنینگ ریت رو به دست بیارم. فقط می‌خواستم این مساله رو ببینیم که میتونیم اینجوری حل بکنیم. و اسکیجول که بعد از هر یه دونه ایپوک نرخ یادگیری رو در یه 95 صدم ضرب کنیم. پس اگه تو اولین ایپوک نرخ یادگیری چنده؟ 1/10000. یه ایپوک که اجرا می‌کنه تو ایپوک دوم میاد اول اینو در یه 95 صدم ضرب می‌کنه، یه ذره کوچیکش می‌کنه، بعد ایپوک دوم دوباره ایپوک بعدی در یه 95 صدم دیگه ضرب می‌کنه، هی کوچیک‌ترش می‌کنه. روش‌های مختلفی هست. اگر ببینی می‌تونی به صورت نمایی کم بکنی. یه روش جدید هست، می‌تونی کم و زیاد بکنی به صورت کوسینوسی. یعنی نرخ یادگیری رو تو یه ایپوک کمه، بعد یواشاش زیادش می‌کنی، دوره یواشاش هست. دوره یواشاش زیادش می‌کنی. این روش خیلی جدید هست که توی پایتون هم تو نسخه جدیدش پیاده‌سازی شده. بذارید نشونتون بدم. اسمش کوساین انلینگ هست. کوساین همون تابع کوسینوس هست. انلینگ هم یعنی همین کم و زیاد کردن دما. خب ببینید. من اینو به شما بخوام نشون بدم. یعنی روش‌های مختلفی برای ما، حالا همیشه داریم از یه روش استفاده می‌کنیم. چون من امیدوار هستم خودتون بقیه حالت‌ها رو امتحان کنید. یعنی فکر می‌کنم که این کارو می‌کنید. اپتیم تو کلاس اپتیم لرنینگ ریت اسکیجولر ببینیم چه حالتایی داره. استپ آل اینجوری حالت داره. ببینید کوساین انلینگ زیاد میکنه، یواشاش کم میکنه، زیاد کنه. این یواشاش خیلی جدید هست که معمولا هم خیلی خوب جواب میده. به صورت نمایی کم بکنیم. ها روش های مختلفی هست برای کم کردن. این همون استپ ال آریه که من اینجا استفاده کردم. خب پس همیشه سعی کنید آخرین نسخه رو نصب کنید. خب اینم اجرا کنیم. مدل رو تعریف کردیم، لاس رو تعریف کردیم، اپتیمایزرمون هم تعریف کردیم، حالا اجرا می‌کنیم. همون ترین مدلیه که تا حالا همیشه داشتیم. عین همونه، هیچ فرقی نمی‌کنه. یه سری جزئیات کوچیک فرق می‌کنه که تو فایل ترین من اینا رو نوشتم. میتونید نگاه کنید. ساختار کلیش همونه. یه ترین ایپوک داریم، یه ولیدیت ایپوک داریم و بعد یه تابع ترین مدل داریم که توش این دو تا رو هی صدا می‌کنه. ساختار همون ساختاره. بنابراین می‌تونید اینو بخونید. خب من یه ایپوک اجرا میکنم فقط. ببینیم چقدر بعد از یه ایپوک چجوری میشه. 3000 خورده تسکیر 32 تقریبا میشه مثلا چند تا ایتریشن؟ کمتر از 100 تا ایتریشن. هر ایپوک اون میشه 100 تا بچ مثلا تقریبا. چون 32 گرفتیم 100 تا 32 میشه 3200. تعداد داده همون 3022. پس یه ذره کمتر از 100. در واقع اینا همون لاست هست. نها کنید اینا رو الان زیاد هم نسبت هم. شما ممکنه بگید چرا اینقدر اعداد بزرگ هم. این در همون نکه 32 زرد شده. چون روی بچه همون میانگین نداریم. تا حالا من هی میگفتم مثلا اگه توی مسئله کلاس بندی 8 تا کلاس داری
و از تابع کراس آنتروپی استفاده میکنی میتونی همون اول حدس بزنی باید لاست چقدر باشه در لحظه شروع، چقدر باید باشه لوگاریتم 8. لوگاریتم 8 میشه 2.34 دهم روزن. پس چرا این انقدر بزرگه؟ برای اینکه در 32 ضرب شده، چون 32 تا داده داشتن. پس این عدد رو واقعا به 32 تقسیم کنید الان مثلا میشه چه میدونم 2.3. تازه اینم من در یه 10 ضرب کردم، چون این معمولا کوچیک‌تر از این هست، می‌خواستم به این اهمیت بیشتر. حالا همینجوری در 10 ضرب کردم، ممکنه شما ببینید در 2 ضرب کنید بهتره، در 3 ضرب. من همینجوری در یه 10 هم ضرب شد. موقعی که می‌خواستم این لاس که در واقع مربوط به کلاسیفیکیشن این لاس مربوط به بگم باید دو تا رو ترکیب کنم، به جای اینکه جمع کنم من اینو با 10 برابر این جمع کردم. شما می‌تونید با دو بذارید بهتون نشون بدم اونجا توی همون ترین ببینید تابع لاس من این اطلاعات رو میگیره، این الان تعریف کردیم، به من کلاسیفیکیشن لاس و لوکالیزیشن لاس رو میده. حالا من این دوتا رو برای اینکه توتال لاس رو حساب کنم باید با هم جمع کنم، کلاسیفیکیشن لاس به علاوه لوکالیزیشن لاس. من یه ذریع به 10 گذاشتم همینطوری، چون این معمولا کوچیک‌تره و اواخر خیلی خوب کلاس بندی خیلی خوبه ولی لوکالیزیشن خیلی خوب نیست، یه ذریع مدل‌تری گذاشتم. میتونید این ذریع 2 بذارید. توی یولو هم این کار انجام میشه، یعنی شما این امکان رو دارید به هر کدوم از اینا. اونجا یه قسمت‌های دیگه‌ای هم داریم ولی چند تا قسمتی که با هم جمع میشه، میتونید برای هر کدوم یه ذریع در نظر بگیرید. اینجا ما این کارو کردم. حالا میتونید این ذریع هم کم و زیاد کنید برای اینکه جوابای بهتری بگیرید. من واقعا نشستم امتحان بکنم، همینجوری یه مقدار گذاشتم فقط برای اینکه اهمیت بیشتری بدم. خب این قاعدتا باید خیلی سریع‌تر از این اجرا میشد، اما میخوام ببینیم بعد از این ایپوک چقدر جواب خوب هست. بعد از فقط گیتی ایپوک حالا مجموعه یکم صرف کنم، من یه ذره جزئیات رو توضیح بدم و بعد خب اینجا تمرکز کنم. بعد از اینکه مدل‌ها رو ذخیره کردیم، ترن کردیم، فایل‌ها رو ذخیره کردیم، من اینو قبلا توی خونه آموزش دادم، ذخیره‌اش کردم یه دونه رو. دیگه نمی‌خواستم توی کلاس ترن بکنیم چون فقط دارم یه ایپوک. قبلا 10 تا ایپوک گذاشتم ایتریشن. می‌بینید که بهترین جوابم توی ایپوک نهم به دست اومده. روی والیدیشن دقت کلاس بندی 97 خورده‌ای بود، اما روی داده‌های ترن 100% بود. یعنی خود داده 3222 رو 100% درست کلاس بندی کرد. یعنی اگه نو فیش میگفت نو فیش، اگر مثلا کلاس اول واقعا 100% بود ولی ولیدیشن هم میتونستیم تعداد ایپوکار بیشتر کنیم. این کارا رو خودتون بعداً میتونید انجام بدید، جوابای بهتری بگیرید و به کگل هم ارسال بکنید. این یکی از مسابقات سختی که 150,000 دلار وقتی جایزش هست، یعنی مسابقه ساده ای نیست. و اینکه آره حالا من قبلا با رزنت 34 شوم ببینید رزنت 50 شاید بهتر جواب بده، رزنت احتمالاً بهتر جواب بده ولی خب زمان بیشتری میبره. میتونید این پارامترها یه خورده کم و زیاد بکنید. من اینجا تموم شد، حالا یه ذره داره طول میکشه. این عدده ببین اگه من تقسیم بر 32 کنم، حالا تو همون ایپوک اول عدد خیلی کوچیکه، یعنی بعد یکی دو تا ایپوک مثلا میرسید به 3. من دیگه جمع میانگین نگرفتم، جمع کردم که مشخص باشه این داره تغییر میکنه یا داره تغییر نمیکنه، چقدر داره تغییر میکنه. فقط برای همین، دلیل دیگه ای هم نداره. یه دلیل دیگه هم داره که حالا خیلی تکنیکیه لازم باشه توضیح. پس 24 به علاوه 10 برابر این میشه مثلا 34. 24 به علاوه 10 برابر این، دو تا لاس داریم که اینا رو با هم جمع کردیم. خب قبلا خیلی سریع تر اجرا شد، نمیدونم الان چرا انقدر کند اجرا میشه. تقریبا یک دقیقه طول میکشید یه ایپوک. حالا الان 3-4 دقیقه طول میکشه. فولیکانکتر رو حذف نکنی اینجوری میشه. ببین فرض کنید اینجا یه لایه فولی کانکتد هم داریم، این لایه فولی کانکتد نیست واقعا، این همون فیچر هم که فلت میشه خودم، این یه لایه فولی کانکتد. رو چی ترین کردیم؟ رو ایمیجلت. ایمیجلت چند تا کلاس داریم؟ 1000. پس تعداد اینا 1000 فوت. 1000 تا عدد اینا رو من میخوام چرا کنم؟ این میگه احتمال اینکه سگ باشه تاثیر بوده. احتمال ما اصلا چون مسئله سگ و گربه نداریم، یه سری ماهی داریم ها؟ پس به این خاطر اینو حذف میکنیم، خودمون به جاش یه لایه جدید میذاریم. 8 تا کلاس دارم پس یه لایه 8 داریم. حالا تو این جلسه گفتیم علاوه بر این 8 تا 4 تا عدد هم دریافت می‌کنیم برای اینکه مختصات باکس رو. خب 80% روی مجموعه ترین، اما رو ولیدیشن خیلی بهتر، هم که به این لاس خیلی کمتره. روی ولیدیشن هم 23 تا حالا بچ هست، ولیدیشن اون کم بود تعداد. ببینیم چند میشه؟ حدود 94.5% میشه تو همون ایپوک اول. این خیلی هم خوب نیست، یعنی ممکنه خیلی بزرگ باشه آلفا، خیلی سریع نزدیک میشیم به جواب خوب ولی از اون بعد ممکنه دیگه خیلی خوب نشه، یعنی
خیلی خوب نیست که حتما لزوما توی پاک اول 95 ممیز 60 خوبه. یعنی شما اگه 10 تا پاک اجرا کنید احتمالاً به همین با همین تنظیمات دقت ترینتون میشه 100 درصد. اینا میرسه به 98 97 خورده ای 98 خورده ای که حالا اگه یه ذره تنظیماتو تغییر بدین میتونید بهترش هم بکنید. خب من دیگه از این استفاده نمی‌کنم. مدلایی که قبلا ترن کردم 10 تا پاک با همین تنظیماتی که اینجا هست تنظیمات اینو لودش میکنم. خب من این مدل رو لودش کردم، قبلا سیوش کرده بودم توی فولدر خاصی ذخیرهش کردم. این همون مدلیه که دیروز. حالا یه دونه داده رو هر دفعه تصادفی انتخاب میکنم رسم میکنم. بعضی جا بد جواب، بعضی جا جواب. توی کلاس بندی خیلی خوبه 98 درصد درآمد، ولی توی باندینگ باکس بعضی جا خیلی خوبه بعضی جا بده، یعنی کنارش افتاده، نه خیلی بد باشه. ببینید چون گفتین هدفمون این نیست بهترین جواب رو برای این مسئله به دست بیاریم. اینجا ماهی کجاست؟ اینه. می‌بینید ماهی رو؟ و اینم باندینگ باکسمونه. نه؟ کل این 10 تا پوک هم که اجرا کردم حدود 10 15 دقیقه بیشتر طول نکشید. اینم در نظر بگیرید. ما رزنت 34 داریم استفاده می‌کنیم. فقط 10 تا پوک اجرا کردیم. پارامترا هم خیلی وقت نگذاشتیم هایپر پارامترا رو لرنینگ ریت همینجوری. خب اما کلاسش کلاس هفتم هست. یلو فیش تیونا هست. یه نوع ماهی تون. یکی دیگه این اصلا توش فیشی نبوده، نه باید صرف صرف میدود اینجا یه نقطه باید میفتاد نزدیکه، خیلی نزدیکه. این هیچ فیشی توش نبوده، این کلاس چهارم نو فیش. پس اینم خوب بوده تقریبا. اینجا ماهی هست، میبینید ماهی رو؟ اینم اون باندی باکسه که ما پیش بینی کردیم. همینطور میتونید هر دفعه یه دونه تصادفی انتخاب میکنه برامون. اینجا خیلی خوبه، ببینید این ماهی هست. نمیدونم معلوم هست شما یه میبینید چون کیفیت هستید میبینید که بد نیست. با این 10 دقیقه که ما وقت گذاشتیم جواب بدی نیست. اینجا ماهیمون بزرگتره، اینم تعداد تکراری بیشتری انجام بدیم. قطعا میتونیم اون لوکالیزیشن لاس هم کمتر بکنیم. کلاس فیل لاسمون که خیلی کمه، لوکالیزیشن لاس هم میتونیم کمتر بکنیم. اما ما الان نمیخوایم این کار رو بکنیم، میتونستیم چون که گفتم الگوریتمی هست، الگوریتم یولو اصلا مخصوص این کار، خیلی دقیق خیلی خوب میتونه برام اینجور کارها رو انجام بده. فقط مثلا اون اینجا الان یک آبجکت داشتیم که می‌خواستیم هم کلاس بندیش کنیم. این الان متعلق به کلاس 0 آلبا کورتینا و اینم باندینگ باکسش. شما اینو بعداً اجرا بکنید، خودتون جوابای بهتری هم سعی کنید به دست بیارید. حتما سعی بکنید. یعنی اینا به شما مهارت میده که بعداً تو مسائل جدید هم بتونید یاد بگیرید. فارمزام کم کنم، زیاد کنم، یه سری قواعد شغلی یاد بگیرید که قابل توضیح دادن هم خیلی نیست. فقط خودتون باید تجربه کسب بکنید. بتونید انواع افسار مسئله رو حل بکنید. با 10 15 دقیقه وقت گذاشتن توی مسابقه. اگه برید الان نگاه بکنید توی کگل و همین نتایج رو مقایسه کنید، اصلا نتایج بدی نیست. خب اون 4 ماه وقت داشته مسابقه، یه عالم آدم اومدن 4 ماه یک شروع کرده یه راه. من دیروز کل این کد رو دیروز یه ذره وقت داشتم، چون دیروز هم کلاس زیاد داشتم، فکر کنم 3-4 ساعت. یه ذره امروز قبل از کلاس یه ذره تیمینش کرد. خب اپلیکیشن های دیگه هم داره همونطور که گفتم. حالا به جای 2 تا نقطه میتونید 20 تا نقطه رو دست بیارید. این میشه مسئله تشخیص هیجان، تشخیص احساسات از روی حالت چهره، یا مسئله در واقع تشخیص پوز. مسائل مختلفی هست که الان میتونید با همین الگوریتم حل بکنید. منتهی اونجا دیگه دقیق‌تر ترین بکنید، بهتر پای پرفورمنس که جوابای بهتری به دست بیارید. اما بریم سراغ مسئله کلی‌تر. فقط من یه مقدمه راجع بهش میگم که بتونیم جلسه بعد تمامش بکنیم. خیلی جزئیات رو نمیتونیم بگیم. واقعا کل اون کد اگه بخوام توضیح بدم حداقل 4 5 تا از این استاد اگه بفهمید اگه متوجه شید. ولی خیلی جزئیات من ایده رو میگم، چه تکنیکایی استفاده شده، همین تکنیکا تو کدهای دیگه مثلا تو اس اس دی استفاده شده، تو ماس آر سی. با این آشنا شید کاری که شما باید بکنید کار درستی نیست. خود بعدن که کد رو دارید، توضیحات من هم که هست، ساختار کلی رو میدونید، این قسمت رو چیکار میکنه، معماری رو بلدید، نکات رو میدونید. و مقاله رو بزنید چون تو تمام جزئیات رو بخونید، کدم که هست، یعنی دو تا کنار هم باشه مقاله میتونید همه چیز رو یاد بگیرید، هم کد داشته باشین هم مقاله رو. به همین خاطر هست الان معمولا میبینید که کسایی که مقاله های خوبی میدن از کنارش کدها رو هم میگذارن تو سایت گیت هاب جای میذارن، چون واقعا فقط تو خود مقاله نمیشه همه جزئیات رو توضیح داد. ولی من قسمت های مهم و ایده های مهم رو تو آبجکت دتکشن، تو مجموعه الگوریتم های آبجکت دتکشن توضیح خواهم داد، در حدی که اگر مقاله ها رو بخونید تمام جزئیات رو بتونید یاد بگیرید و بفهمید و خودتون بتونید پیاده سازی کنید. جلسه بعد چند تا ایده اصلی رو می‌بینیم که منجر شد به الگوریتمی که امروز دارن استفاده می‌کنن.
میشن برای آبجکت دیتکشن، یکی ایده پنجره لغزان هست، اینو توضیح خواهم داد. ایده پنجره لغزان میگه که خب میخوای یه آبجکت رو تشخیص بدی، اشکالی نداره. میگه یه پنجره در نظر بگیر، اینو رو تصویر حرکت بده. هر دفعه میگه قسمت تصویر، اون قسمت تصویر رو کلاس بندی کن. این الان اینجای تصویر میبینی؟ اینو میذارم یه شبکه کامونیشن. تو این گربه هست یا نه؟ پس شبکه کامونیشن باید چند برگردونه؟ صفر. این تصویر این قسمت. دادم یه شبکه کامونیشن صفر برگردونه. چون اینجا گربه. و بعد یه زنگ میارم جلو. دوباره اون تصویر رو میذارم به شبکه کامونیشن. دوباره یه زنگ میارم. پنجره اینه. لغزان هم اسلایدینگ اینو داره رو تصویر هی حرکت میکنه. حالا که هر به چقدر بره جلو این دست ماست، همون استراید رو بهش میگیم. یعنی که بعد از اینکه رسیدیم به آخر چقدر بیاد پایین، من اینجا با انیمیشن نشون میدم. این هر جا که داره میره، این قسمت اون قسمت، اینا رو یکی یکی هی داره میده به کامپوزیشن. خب تا آخر رفت. چون تصویر گربه بزرگتره، احتمالاً همیشه صفر برمیگرده. تصویر گربه از این پنجره بزرگتره. پس ما نمیتونیم فقط یه پنجره فیکس با یه سایز فیکس، چون بعضی از اشیاء ممکنه کوچیک باشه، بعضی از اشیاء ممکنه بزرگ باشه. پس کاری که می‌کنیم معمولاً پنجره‌های با اندازه‌های مختلف ایجاد کنیم. پس خود این پنجره رو مثلا ببینید چند بار اشاره کردم؟ یه بار اینجا، یه بار اینجا، یه بار اینجا، یه بار اینجا، مثلا 20 بار، 30 بار، 50 بار. هر بار هم دارم به یک کامپ میشه. پس این شبکه کامپشن رو تا حالا 50 بار اجرا کردم. ولی گفتیم تصویر ممکنه بزرگتر باشه، آبجکت یا کوچیک‌تر باشه. پس چیکار می‌کنم؟ اندازه های مختلف از این پنجره ها رو ران می کنم. این یه پنجره، دفعه بعد یه پنجره بزرگتر، مثلا این ناکوید، این پنجره قبلیه، این اون پنجره جدید است. دوباره این اسلایدش میکنم روی تصویر. قسمت اولش رو من فعلا نشون دادم صرف چون گربه نیست، بعد یه خورده حرکتش میدم، دوباره اون تصویر رو کلاس می کنم، دوباره حرکت میدم، دوباره حرکت میدم تا برسم به آخر تصویر. بازم هیچ وقت یک بار نمیگردم. حالا چرا یک بار؟ موقعی که تصویرم اینجاست، یه قسمتی از گربه رو که دیگه بالاخره باید بتونه تشخیص بده، اینا رو توضیح خواهم داد. فعلا پیداش نکرد. دوباره همین کار با یک سایز دیگه انجام میدم. معمولا تو سایزهای مختلف داریم از این پنجره ها. خب یه سایز بزرگتر، دوباره از اول. این قسمت، خب این الان به نظر شما باید یک برگرده یا صفر؟ یه قسمتی از گربه توش هست، صورت گربه توش هست. بدم به شبکه کامونیشن، باید یک برگرده یا صفر؟ چرا صفر؟ خب اینجا پس این این قسمت گربه توش هست، این همون قسمت اینجا بودن. چرا صفر؟ چجوری تصمیم بگیریم صفر برگردیم یا چون ممکنه بخشی از آبجکتمون توش باشه تو تصویری که الان داریم کلاس بندی می‌کنیم. خیلی ساده است. اون باندینگ باکسی که توی مجموعه آموزشی ما داده شده رو در نظر بگیرید. ها؟ مثلا من اینجا می‌کشم. این الان باندینگ باکسی که ما در نظر گرفتیم، همون اسلایدینگ ویندو یا پنجره لغزانمون. اینه؟ یه همچین چیزی؟ باندینگ باکس همون هم اینجا. درسته؟ من اونجا میکشم. من برای اینکه بگم یک یا صفر، یعنی واقعا شناسایی کردم یا نه، میرید که بخشی از تصویر هست، میام اشتراک این دوتا تصویر، یعنی این ناحیه رو، اینترسپشن رو حساب میکنم، مساحتشون یه مساحتی رو دیگه به مساحت اجتماع تقسیم میکنم. به این معیار میگن I O U، intersection over union. این اشتراکه رو تقسیم برای این اجتماع میکنم. پس این اسمشو بذاریم جعبه B1، اسم اینو بذاریم جعبه B2. اندازه جعبه B1 یعنی مساحتش، اشتراکش با B2 یعنی این، از مساحت این قسمت تقسیم میکنم به مساحت این، به علاوه مساحت این نهایی مساحت دوباره اشتراک. این این فرمول اشتباه شده تو مجموعه هاست. پس تقسیم بر اندازه B1 به علاوه اندازه B2. وقتی اندازه این دوتا رو جمع میکنم، این دو بار حساب شده دیگه، نه؟ پس یه بارم کم میکنم، نهای اشتراک B1 و B2. این مستطیله، یه مساحتی داره، اینم یه مستطیله، اینم یه مستطیله، مساحت داره. این عدد رو حساب میکنم. الان به نظر این عدد حدودا چقدر میشه؟ بین 0 و 1 حدودا چقدر میشه؟ یعنی اگه عدد همیشه بین 0 و 1، درسته؟ اگه 100% این دو تا جعبه با هم بیفتن، صورت و مخرج دقیقاً با هم مساوی میشه، میشه یک. اگه اصلا کاملا جدا باشن، این این اشتراکشون صفره که تقسیم بر جمع مساحت اینا میشه صفر. پس یه عدد بین صفر رو یک. خب اینجا بودن چقدر میشه؟ یک دهم، دو دهم، در این حدود. من برای اینکه تشخیص بدم آبجکتی وجود داره نه، بیا مرز یه ترشول شات سوالی که ایشون اول جلسه کرد مربوط به اینته، گفتم منظورتون آی او یو یا NMS کدوم ترش موجود نمیدونم این بود نظرتون. میگم اگر بزرگتر از نیم بود یک، یعنی اون آبجکت شناسایی شده، اگر کمتر از نیم بود نه صفر.
پس اینجا چون این کمتر از نیمه این اینترسکشن اوور یونیونشون، پس میگم نه اینجا صفر هیچ. درسته؟ واضحه؟ پس اینم یه معیاریه که توی مسائل دتکشن ازش استفاده می‌کنیم. آی او یو اینترسکشن اوور یو یو، مساحت اشتراک تقسیم بر مساحت اشتراک. این چیزی که تو مخرج نوشتم در واقع همینه. این هست مساحت بی 1 اجتماعش با بی 2. پس بی 1 و بی 2 مجموعه، همون فرمول مجموعه. خب این دفعه جعبه‌مو بزرگتر کردم. اسلایدینگ ویندوم رو اندازش بودم. دوباره از اول شروع می‌کنم. ببین از اول شروع می‌کنم. اینجا که تشخیص ندارم. میرم اینجا باز چون اشتراک کمتره تشخیص نمی‌دم. باز تشخیص نمی‌دم. ممکنه یکی رو هم چند بار تشخیص بدن، نه؟ یعنی چند بار ممکنه یک برگرده. خب پس میرم جلو دوباره مثلا تشخیص ندادم فرضی. یه جایی میرسه که این خیلی فیت میشه. یعنی اون اشتراک از نیم بیشتر میشه مثلا و اینجا یک برمیگرده. خب اینا رو شد ولی ببینیم. ما الان میتونیم آبجکت دتکشن انجام بدیم. اونجا آبجکت هم از کلاس های مختلف و تو تصویر ممکنه آبجکت های مختلف. اینم که داره حرکت میکنه ببینم هر جا آبجکتی پیدا کنه یک برمیگرده. پس میتونیم تمام آبجکت ها رو تشخیص بدیم. به شرطی که پنجره های با اندازه های مختلف داشته باشه. آبجکت های خیلی کوچیک، پنجره های کوچیک، آبجکت های خیلی بزرگ، پنجره های خیلی بزرگ. ها؟ اما ایرادش چه ایرادش؟ ایرادش خیلی کنده. هم چند باری که اجازه دهیم سه تا پنجره در نظر گرفتیم. هر پنجره یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، پنج بار، بیست پنج بار. هر پنجره 25 بار اجازه کردیم. سه تا پنجره داشتیم با اندازه مختلف. 75 بار تا الان این شبکه کامپوزیشن رو اجرا کردیم. خب این شبکه کامپوزیشن اجرا کردنشون خیلی در مخصوص اعلام شبکه صد لایه دارن، 50 تا لایه دارن. پس این روش خیلی خیلی کند هست. یعنی خیلی از محاسبات تکراری انجام میشه. ببینید مثلا یه جایی پنجره من اینجاست، پنجره لحظه در لحظه فعلی. اینجا تشخیص بدم یک یا صفر؟ یک یا صفر به نظر شما؟ یک یک یا صفر؟ این وان می باز اینو در نظر بگیرید. کمتر از نیمه آی او یوش یا بیشتر از نیم؟ کمتر از نیمه، پس احتمالا صفر. بعد میبرم اینو یه ذره جلوتر، یه ذره هم جلوتر، دوباره اینم پنجره بعدی. دو تا پنجره نیست، همون پنجره است که یه ذره بردیم جلو. اینجا هم چند تشخیص بدیم باز میخوره به نیم میخوره دیگه، خلاص احتمال این. اما نکته این نیست. نکته ما اینه الان که یه قسمت زیادی اینو با هم اشتراک دارن. همین دو تا، تازه ما کلی از این پنجره داریم که با هم اشتراک دارن. همین دو تا این قسمتشون در نظر بگیرید، این قسمت تصویر و این قسمت تصویر. چه جوری انجام میشه؟ این داده میشه یک شبکه کامپوزیشن. حالا شبکه کامپوزیشن مثلا اولین لایه‌شو در نظر بگیرید، یه لایه کامپوزیشن. یه فیلتر 3 درصد رو کل تصویر حرکت کنه. یه فیلتر 3 درصد در نظر بگیرید رو کل تصویر حرکت کنه. کامپوزیشن بود دیگه. یه فیلتر داشتیم. همون فیلتر اینم میگیم دیگه دوباره به همین شبکه رو اینم حرکت می‌کنه. این قسمتی که مشترکه نه اون فیلتر، این قسمتو همه این محاسباتی که اینجا انجام میدیم روی هم دوباره تکرار. تازه فقط برای این دوتا نیست، یه عالمه از این پنجره‌ها داریم که با هم همکشانه دارن. پس کلی محاسبات اضافی داریم، یعنی کلی کارا رو داریم هی تکرار کنیم، هی داریم تکرار میکنیم. به هر حال میتونیم ایده بزرگی که مثلا حرکتی مشکل هزینه حرکت این که ما میخواییم یک بار فقط کامبینیشن اجرا کنیم و تشخیص بدیم همه آبجکت هایی که تو تصویر هست یک بار. این سینگل شات دتکشن معنیش همین است. البته SSD سینگل شات یعنی توی یه مرحله انجام بده کار رو، یک جرعه یه لیوان آبو یه جرعه سر میکشید. سینگل شات معنیش این هست. اما یولو دقیقا مخفف این هست. یو یولو که جلسه بعد میبینیم، یو اونلی لوک وانس. میگه شما با عنوان انسان وقتی میخواید توی تصویر آبجکت ها یه بار نگاه بکنید، آبجکت ها تشخیص بدید. پس ایده اون اینه که ما یه شبکه طراحی بکنیم که یک بار این تصویر رو به عنوان ورودی تمام، نه فقط یه آبجکت خاص، یه آبجکت اینجا داریم، یه آبجکت اینجا، یه آبجکت اینجا، یه آبجکت اینجا، همه رو تشخیص بده. اینو کاری کار رو جلسه آینده خواهیم کرد. ایده بزرگی که این امکان رو ما میده و توی این شبکه‌هایی که الان معمولا استفاده میشن مثل یورو، مثل SSD، حالا یورو رجران، مثل ماس RCNN، مثل فست RCNN، فستر RCNN، فست، اینا همه شبکه‌هایی هستن که همین کار رو انجام میدن. ایده مهم این هست که ما میایم شبکه کامپوزیشنال که اینجا داریم رو به صورت فولی کامپوزیشنال جایزه میگیریم. فولی کامپوزیشنال یعنی چی؟ یعنی اون آخر که یه سری لایه فولی کامپوزیت داریم سر جاش هست، ولی اون لایه های فولی کانکتد رو با لایه کامپوزیشن پیاز از این دیگه.
یعنی دیگه این شبکه کلا فقط سری لایه کامپریشن داره دیگه، لایه فولی کانکتد نداره. چرا این کارو میکنیم؟ وقتی همه لایه ها از نوع کامپریشنال باشن، اندازه تصویر رو میتونه هر چقدر باشه، یعنی دیگه لازم نیست ثابت باشه اندازه تصویر. مثلا میگیم این شبکه فقط تصاویر 200 در 200 رو داره، نه میتونه 20 در 20 باشه، میتونه 30 در 30، 100 در 100، 20 در 50. پس ایده اصلی این هست که بیایم این لایه های آخر که فولی کانکتد هست رو با کانولوشن پیاده‌سازی کنیم. به این شبکه ها میگن FCN، فولی کانولوشنال نتورک. و این فولی کانولوشن ایده اصلی تمام الگوریتم هایی است که تو این 3-4 سال اخیر برای آبجکت دتکشن ارائه شده، که جلسه بعد ببینیم که چجوری به جای این لایه های آخر، این لایه های فولی کانکتدی که آخر هست، من بیام اینا رو با لایه های فولی کانکتد پیاده‌سازی کنم، یعنی کانولوشنال. دو تا لایه 400 تایی داشتن دیگه اینجا، ولی به جای اون لایه فولی کنم من کامپریشن دارم، همون کامپریشنی که اینجا دارم، همون کامپریشنی که اینجا دارم. پس بگم میگیم یک FCN، فولی کامپریشن نتورک. جلسه بعد راجع به این FCN توضیح میدیم و بعد از این توی تست RCN استفاده میشه، توی یورو استفاده میشه. ایده اصلی این هست، این به ما اجازه میده که تصویرمون اگه 14 در 14 باشه بتونیم تصویرمون 16 در 16 باشه بدیم به عنوان ورودی، 32 در 32 باشه به عنوان ورودی. چه چیزی فرق میکنه؟ فقط خروجی هایی که دریافت میکنیم، تعداد بیشتری خروجی دریافت میکنیم. هرچی تصویر بزرگتری بدیم در نهایت این آخر خروجی های بیشتری دریافت میکنیم. اینو جلسه بعد با جزئیات توضیح خواهم داد.